ګران دوستانو سلامونه او احترامونه خراغلاس د سپینو خبرو پروګرام ته هیله ده چې بیا هم جوړ او خوشاله او بریالي اوسئ او د افغان پیام تلویزیونی خبرونه ګورئ بیا هم دغه پروګرام ته د سپینو خبرو پروګرام ته خراغلاس البته د افغانستان په پیښو سره انشاءالله خبرې کوو اما زه خبرونه تحلیلوم او څېړم څه چې په وطن کې پیښ شوي دي او هم به انشاءالله تاسې د خپل هیواد په اوضاع سره په ګډه سره خبرې کوو. دوستان عزیز عرضې سلام و احترام داریم. امروز پنجشنبه د هومې ماهې می 2018 میلادي است و شما برنامه سخن اوریان را از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان تماشا می فرمایید. خیر مقدم گفته. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز البته یک هفته بیش با شروع ماه مبارک رمضان باقی نمانده و قبل از قبل ماه مبارک رمضان برای همه مسلمانان جهان خصوصا مسلمانان افغانستان که سخت در یک ورطه بدبختی قرار داریم با ماه نزول قرآن نزدیک میشیم و قریب میشیم و در این ماهی که ماه عذر خواهی ماه عمل نیک و دعاهات به دربار خداوند لاعزال هست هم تلویزیون پیام افغان برنامه خاص تلاوت و تراجیم قرآن عظیم و شان خواهد داشت و هم در 27 ماه مبارک رمضان طور معمول تلویزیون پیام افغان شب ختمانی قرآن عظیم و شان و دعاگویی انشاءالله خواهیم داشت. اگر حیاتی بود و خداوندی لطف که داره بالای بندگان خود انشاءالله خواهد داشتیم و دعا خواهد صورت گرفت. لطفا افغانستان حسین مسلمانان جهان و در مجموع کل ابنای بشر که از یک آدم زاده شدیم و به وجود آمدیم و یکی دیگر تحت عنوان این وان به قتل میرسانیم که جهان صلح و سلام خداوند عید ما مردم بگردانه دعاگوی انشاءالله خواهد داشتیم. به هر حال دوستان عزیز از افغانستان باز هم اخبار ناخوش داریم. البته مسئله انتخابات سرخط اخبار رسانه های افغانستان است. ریاست یا کمیسیون مستقل انتخابات که در معنا مستقل نیست اونا اعلان کردن که راجستریشن یا ثبت نام در اوزه های انتخاباتی به یک ماه دیگه هم به تعویق افتاد تا مردم مجالی را بیشتر داشته باشد تا به این مراکز مراجعه کنند و ثبت نام بدارن. یعنی مستکری را که کسایی که البته تذکره ندارن تذکره اخص بدارن و کسایی که دارن یک ستکر یا یک نشان کاغذی که بالای تذکره می چسبانن تا اونا واجد شرایط رایدهی گردن و این مراکز مراجعه بدارن. و تا جایی که ما از افغانهای خود کسایی که به افغانستان سفر کردن و آنهایی که تلفنی صحبت می دارن میگم این مراکز از صبح تا شام خالی است. کدام شخص سفارشی حکومتی یا کسانی صاحب غرض به این مراکز داخل میشه و یکان رجستریشن داره و او هم به حراس کال گوشمالی میشه و به دست مخالفین دولت میفتن. یعنی کسی دل خوش نمی کنه که حتی بر انتخابات خود رجستر بداره و چی خواسته که باز علاقه به یکی از دست نشانده ناتو رای خود بسپارن. به هر حال این خبر جالب است و خود حکومت در نطفه و خود اشغالگران و ناتویی ها بگویم اونا برای از اونا هم طعنه است و هم اعلان ناکامی است که اونا اگر هیچ نبود در برای افغانستان دموکراسی را آوردن و رای آرای مردم شمرده خواهد شد و زعامت به اساس آرای مردم روی کار میاد. چون وضع به حد ناهنجار است و دلخراش است در افغانستان،
بیامنیهات بیداد میداره که کسی را یارا و جرأت همی را باقی نمیگذاره که به همین مراکز مراجعه بداره. یکی خو گفته اگر یک نفر هم تذکره داشته باشه و هم ستکر داشته باشه، یعنی از یک چنگال طالب یا مخالفین دولت به امان مانده باشه، مگر اینکه مراکز انتخاباتی مسئول هست و این راههایی که شخص عبور میکنه از اونجا از جوار مناطق زیر سلطه طالبان و به همین مراکز مراجعه میدارن، راههای طولانی را خصوصا افغانستان راههای صعب العبور داره، کوهها داره، دشت و دمن داره، از اونجا مراجعه میکنن به همین تو جایگاه ها، خواهی نخواهی به دست طالب میفته که بعد همین جیب تلاشی میکنیم که در جیب چی هست، وقتی بکشه که تذکره است بازوان ستکر خورده همونجا قربانی مرمی طالب و مخالفین دولت که قبلا اخطار داده خواهد شد. به اول لحاظ دوستان عزیز، ارقامی را که ریاست انتخابات که 1,600,795 ما گفتم یک دفعه نگوی 95.5 یک قدر دقیق حساب میکنن در حالی که درست نیست. وقتی شما در افغانستان ارقام به این حد دقیق بشنوین، شما یعنی گمان به این میره که این ارقام نادرست است و دروغین هست. اگر بگوی اتکلی ما 1,000,000 نفر ثبت نام میداره در افغانستان، خوادم شاید دروغ هم بپذیرم، مگر به این دقتی که حتی 5 آدم هم حساب بدارن و اینا فکر نمی کنم امو توانایی را داشته باشن، همینطور است. به هر حال توجه بدارین به او و بعدا ولسوالی طالا و برفک به دست طالبان افتاده، سقوط کرده، طوری که راپور شد توسط طلوع 40 نفر افسر نظامی وزارت دفاع ناتو ناپدید گردیده و چندین نفر به حساب زخم برداشته و کشته به جا گذاشته. حمله انتحاری در شهر نوی کابل، مرکز استخبارات ناتو و حکومت افغانستان طالب نشانه گرفته و داعش. به هر حال حوادث بسیار ناگوار افغانستان دوستان عزیز میشنوین، وقتی از طلوع میشنوین بیشتری مردم میشنون و باعث یک خبر رد میشه، مگر وقتی این خبر از یک شبکه دیگه جانبدار از حق مردم افغانستان شنیده میشه، تا پی طالب و راسفگان و اینا زده میشه. امیدوار هستم که همی گمان بسیار کودنانی یا غیر مردمی از افکار ما زدوده شوه و حقایق افغانستان دقت کنیم و توجه داریم، دوست و دشمن خود بشناسیم، بعدا میتونیم قضاوت سالم و عاقلانه داشته. به هر حال توجه داریم به خبری اول. با آنکه کمتر از یک هفته به پایان مهلت یک ماهه ثبت نام رای دهندگان در شهرهای کشور باقی ماندند، کمیسیون مستقل انتخابات این روند را تمدید نمود. در نوملیکلی نوملالی مرحله لړۍ به په ښارونو کې یوه میاشت نوره هم وغځول شي، ترڅو ټولو هیوادوالو ته د دې فرصت ورکړل شي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره خپل نمونه د ټاکنو په تعین شوو مرکزونو کې ثبت کړي. رئیس و اعضای کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری در کابل میگویند که در 25 روز گذشته 1.5 میلیون تن در کشور برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند. تعداد مردایی که در اشتراک 1,068,681 است و از خواهرا 4,13,967 و کوچیا 35,147. در همین حال سرپرست دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات از بکار افتادن بانک اطلاعاتی این کمیسیون و گردآوری آمارهای ثبت نام کنندگان از ولایت ها خبر می دهد. ارقامی را که با شما ایران می کنیم ارقام دقیقی هست که روزمره ما از ولایت می گیریم. قرار است در 25 ماه ثور روند ثبت نام رای دهندگان در مرکز ولسوالی ها در همه ولایت های کشور آغاز شوند و سپس این روند در روستاها آغاز خواهد شد. بله دوستان عزیز، یه هم سوغات انتخابات است که یک ماه به تعویق می افته. اگر 10 ماه یک سال هم به تعویق بیفته مردم حراس دارن، نه تنها از طالب و مخالفین دولت و داعش،
حراس دار از خود ناتو، حراس دار از خود حکومت، حراس دار از تجارب تکرار تجارب گذشته که آرای از وا شمرده نمیشه و هر کسی را که با دارایشان آوردن با ایشان تا بالای از اونها تحمیل کردن یک استهزا هست، به یک حساب یک پسخند و ریشخند بالای آرای مردم هست. در افغانستان چلش نداره بقیده ما مردم وقتی خودم زایی نسازه امیرین حکومت افغانستان یا اشغالگران میخواه که اگه اوزار به صورت دروغین تمثیل بداره که انتخابات است و دموکراسی چالان است و با آرای مردم حکومت روی کار آمده، یا همی از اینا به چشم زدن و دروغ گفتن به مردم است. به هر حال خبر بعدی دوستان عزیز از سقوط ولسوالی تالا و برفک در ولایت بغلان بوده، به دست طالبان ولسوالی سقوط کرده و متاسفانه باز هم امو پسران شیره شیری افغان ما که از خانه منازل بیرون شدن برای استخدام به وزارت دفاع برای $300 و $200 مزدوری صاحب، اونوا به کلی ناپدید هستن، گم هستن. بعضی ها را طالبا با خود بردن، بعضی ها میگه دمی کشزارا و دشتا گم هستن، طرف سراسیما مفقود الاثر هستن. بعضی ها را کشتن، مرده هایشون جسدی از اونا افتاده و تعداد کثیری زخم برداشته. ای واهمه راستی یک حراس است به دل اردوی مجهز ناتو که از طریق خون اولاد افغانستان تمثیل میشه، اونا رو بسیار سخت به حراس انداختن. ای طالب که میمیره او خو علاقه به مرگ داره، میری جوانی که برای پول و برای امرار حیات و برای بقای خود زحمت میکشه و خود به تیغ طالب می سپاره، به دم تیغ طالب برابر میکنن، سب ای دلخراش است. اونا به او دنیا علاقه داره و اینا به این جهان علاقه داره، خودم میپرانه که بمره و میخواه که حیات خود تأمین کنه و فامیل به او چسبیده و بسته، غم دسترخانه داره. یعنی اینجاست که سب علایقی از این دو طرف فرق میکنه و این طرف عزادار میشه و طرف تبریک میگن که آفرین شهادت تبریک و حرفا رو میشنوید. توجه داریم چه جالب از خبر و دلخراش و غمگین. رئیس شورای ولایتی بغلان میگوید که با آنکه نزدیک به 50 سرباز پلیس و 54 سرباز نظم عامه وزارت دفاع ملی در ولسوالی تالا و برفک ولایت بغلان دو روز در محاصره طالبان بودند، اما سرانجام پس از سقوط این ولسوالی تنها 10 تن از این نیروها به مرکز این ولایت انتقال داده شدند و سرنوشت دیگر نیروهای امنیتی این ولسوالی به ویژه سربازان نظم عامه خبری نیست. بدون شک اونجا معامله موجود داشته و کسایی که از محیط طالب برفک بوده و ارتباطات با طالبات داشتند و پدرایشان آمدند، در جریانی که حملات شروع میشه از دستای سربازا میگیرند بیرون میکنند که شما جنگ نکنید. ولسوالی رو سقوط کردند و ما تلفات زیاد دارن که رقمشان رو نمیدانیم. اعضای شورای ولایتی بغلان حکومت را برای نجات این نیروها به بی‌پروایی متهم میسازند. قماندان امنی والی یا رئیس امنیت هم دو قمر پاتریش بیچارگان بغاری وی مرکز سره تماس، مرکز سره تماس په ټولو مسایلو کې خبرې کوي، ولې د طالبان برفکت چاره رسیدګي ونه کړه. شماره سربازان از حمله طالبان و سرنوشت هم قطارانشان گفته های دارند. با ما جو خبر دادیم برای وکیلوی خود ما تا گفتن که شما هر وقت جنگ شو سرتان ما کمکی میرسه. بلسالی فروخته شوی که بلسوال که پولیس یعنی آمرگلو قماندان امنیه پیش از اینکه با ما الا بتن یا فرار کرده بیان. سخنگوی وزارت دفاع ملی نیز کشته شدن برخی از نیروهای این وزارت را در تالا و برفک تایید می کند، اما می گوید که در حال حاضر نیروهای ارتش در این ولسوالی حضور دارند. ما مصمم هستیم که ولسوالی تالا و برفک را از وجود دشمن تصفیه بکنیم. از سوی دیگر وزارت دفاع ملی می گوید که ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب که 3 روز پیش به دست طالبان سقوط کرده بود دوباره به اداره نیروهای امنیتی در آمده است. بخشین. دوستان عزیز، البته خبر دلخراش است برای اینکه اولاد افغان در اینجا به قتل میرسه
40 نفر ناپدید گردیده و یقینا طالبان اونا رو با خود برده از اونا بحث استخبار و معلومات داخلی استفاده خواهد کردن که نمیدانم قرارگاه نظامی در کجاست و تکتیکی از اونا و همچنان یک ولسوالی به این عظمت و بزرگی در بغلان به این ساحه به دست طالبان میفته مهمات نظامی از او برای طالبان لازم است و امو امکانات محاربوی خود از اونجا تامین میدارن هر باری که گلوسوالی به دست از اینا قرار میگیره و دوباره باز حکومت حاکم میشه باز دیگه وسایل جنگی را قرار است حکومت دست نشانده در اونجا نقل بته باز وقت طالب میه باز اون مهمات نظامی به دست طالبان میفته یعنی گلوسوالی ها در حقیقت مرکز توزیع اسلحه به طالبان شمرده میتونه شوه در حقیقت شما مطالعه کنین اگر یک گلوسوالی مهمات نظامی نداره تانک و توپ نداره به یک حساب مرمی در اونجا نیست کلانشینکوف به دست یک افسر افغان وجود نداره خب اونا دفتا زیر حمله طالب قرار میگیره متلاشی و از بین میره و اگر مهمات نظامی فراوان که یک بودیجه سرسام‌آور ناتو برای اردوی افغانستان تخصیص کرده در اونجا نقل کنه وقتی طالب و ولسوالی را بگیره اینا فرار بدارن خوب به دست طالب میفته یعنی شما امیر توجه بدارین در داخل خود ناتو وقتی به وزارت دفاع در حقیقت توضیح میکنه در ایالت موجوده هر بار طالب یک منطقه را از زیر کنترل حکومت خارج میسازه اما وسایل جنگی به دست طالب میفته یعنی وقتی میشنویم که یک ولسوالی به دست طالب سقوط کرده تحلیل با آباد وسیع داره نه تنها یک چند نفر کشته میشد جانبین بسیاری مهمات و امکانات نظامی به دست طالب قرار میگیره و این هم طور است خبر بعدی از او دوستان عزیز چگونگی اوضاع حمله دیروز کابل تشریح میداره راپورتر طلوع از کابل احوال میده و همچنان تدابیر امنیتی که برای کابل گرفته شده که مرکز افغانستان است که کامرای سرویلانس است و نمیدونم حتی سگهایی که میتونه زود تشخیص بده امو مواد منفلقه را دور یک آدم مردم سرتکانی داره که به این بزرگی و این تعداد کثیر مرمی و کلاشینکوف و اینا یک شخص انتحاری داخل درون خود کابل میگرده و بالا یک رستوران قرار میگیره برای 8-9 ساعت و هیچ کس خبر نداره چی گپ است توجه داریم به خبر بعدی انشاءالله بالای مسائل صحبت میداریم لطفا دوستان عزیز تلفن بزنین و دو دقیقه بیشتر صحبت ندارین تا لینای ما یعنی مشغول هست و افغانای ما سراسری تلویزیون تماشا میفرماین تا به اکثر ما نوبت برسه و بتانیم بالای وضع افغانستان تحلیلی داشته باشیم توجه داریم 5 انتحار کننده که لباس های پیراهن تنبان به تنشان بوده در اینجا از موتر پایین میشن و درست در این قسمت سربازی را که از دروازه نگهبانی میکنه با مرمی میکشن پس از او از اولین حمله انتحاری در این قسمت رخ میده دوم انتحاری بود دومین حمله کننده انتحاری در اینجا مواد همراهش را منفجر میسازد در این حمله یک سرباز دیگر پلیس جان میبازد و سومین حمله کننده نیز در چند قدمی انتحاری نخست رخ میدهد موتر سراچه رقم همونجا استاد شد که از این سراچه از اون طرف دو خوردن تا این قسمت آمدن دو انتحار کننده دیگر نیز خودشان را از همین راه بعد داخل این هتل که اکنون به یک ویرانه مبدل شده است میرسانند پلیس میگوید که مهاجمان با خودشان تفنگ کلاشنیکوف، بمهای دستی و واسکت‌های انتحاری داشتند. پوچک‌های مرمی، میوه خشک، کلاه و واسکت‌های مهاجمان در اینجا ماندند. تمام همین ساعت همجوار زیرا و ساعت قریب و بعیدی که مسات حکومتی یا بین‌المللی بود را تهدید قرار میداد. پلیس میگوید که مهاجمان تلاش داشتند تا خودشان را بر این ساختمان بلند برسانند و از آنجا مقصدشان را هدف بگیرند. هدف اونا البته با شرکت به نام شهید یاد میشه که اونا ویزاهای هند سفارت هند
او را توضیح میکنند. دو انتحار کننده که در طبقه دوم این رستوران جا به جا میشن از ساعت 12 تا ساعت 5 دیگر در برابر نیروهای امنیتی جنگ میکنند. پیش از این میجره تهدید کرده بودند که میزنند و فجار میدند. اونا دیگر فجار دادند خودن. از واسکت از دود برامد. من گریختم. دردم پشتر کوشه دادم که فجار کرد. بانک مسئولیت حمله تهاجمی بر حوزه 13 پلیس را در کابل گروه داعش پذیرفته است و مسئولیت حمله بر منطقه شهر نو کابل را طالبان پذیرفتند، اما ریاست عمومی امنیت ملی میگوید که این حمله ها از سوی شبکه حقانی با همکاری لشکر طیبه سازماندهی شده بودند. بله دوستان عزیزم، چنان خبر بعدی هم جالب است که تدابیر امنیتی برای در کابل کامره ها است، از سگ ها استفاده میشه، نمیدانم اینوان و چی میگم، درهای ورودی که سنسر شده از او استفاده صورت میگیره، یعنی واقعا بسیار مدرن است. در امریکا هم وقتی در فرودگاه ها شما میخواین از یک جا به یک طرف دیگه سفر کنین در هواپیما، از امو درهای سنسر شما را داخل می سازه، اگر چیزی در جیب شما باشه او صدا می ده. امور هم اینا دارن، مگر اینکه چطور تطبیق شه، همونطور که قانون در افغانستان تطبیق نمیشه، تکنولوژی و ارفام در اونجا فروخته میشه. بعدا میگه بیا یک 200 تا طالب و اونا میگن ما یک 50,000 دلار میتیم، بگی برادر ما را ایلا بتی، شاید منزل امو آدم نان و آوان بخوره برای یک هفته، بیا ساین و راسازی هم کنه در داخل حکومت. حکومت هر پول بتین هر چیز برتان میده. قوالی افغانستان رو برای ناتو نسپردن، همی اشرف غنی و یک چند تا ریشوالای رهبران جهادی هم اونجا گوسالی ناتو واره نشسته بودن، سر بایلاترال سیکیورتی اگریمنت امضا نکردن. وقتی اونا قوالی افغانستان رو سپردن به اونا و افغانستان زیر یک سلطه رسمی قرار دادن، خب برای پول یک قرارگاه نظامی یک عمله انتحاری هیچ بی‌معناست. به هر حال توجه بدارین، خبر بعدی هم تدابیر امنیتی کابل برای شما تشریح می‌داره. توجه بدارین. حمله های گروهی مهاجمان هنگام راهبردی ترین بخش های پایتخت را نشانه گرفته است که 8 ماه از آماده ساختن طرح امنیتی شهر کابل می‌گذرد. ایجاد واحد 500 نفری پلیس ضد آشوب، کارگزاری دوربین های امنیتی در شهر، ایجاد اسکنرهای امنیتی و بهره‌گیری از سک های ردیاب از مهمترین تدابیر امنیتی برای تامین امنیت کابل در این طرح بوده است. اما با این همه تدابیر امنیتی، بنهایی شدن طرح امنیتی شهر کابل یکی از اساسی ترین پرسش شهریان کابلی است که چگونه مهاجمان این همه جنگ افزارها را به قلب شهر کابل میارند و به گونه همزمان در چندین بخش شهر کابل به حمله های گروهی میپردازند و چندین ساعت با نیروهای دولتی به درگیری میپردازند. در هوا برای خود جور میکنند که چهار بغل دیوار برای خود پیش خانه خود پیشه چی خود جور کنند. دودودن ساعت 12 سید عماد بیش از 7 ساعت در رویداد دیروز در شهر نو کابل در دکانش گیر مانده بود. 100% مرگ بود. سلفه، چشما، عشق میریخت. خاک از هر سمت سنموار انفجار که میشد دیگه. دقیقه به دقیقه مرمی ثابت کرده میرفت. به این مرد هم در این رویداد زیانهایی رسیده است و شرکت گردشگریش به چنین وضعی رسیده است. این طوری از کجا میاید؟ این خساره مرا کی میده؟ تقریبا 5-6 دلار برای من خساره کردیم. ایجاد 26 محل بازرسی و 27 مانع امنیتی بخش دیگر از برنامه های تامین امنیتی این بخش راهبردی پایتخت بوده است. کمربند دروازه است، اونا هم دعین تکمیل شدن است. ما گفتم تاسیساتش یک وقت میخوایم و اردوی ما وجود تنظیم شده، دروازه ها برشان سپرده شده. توجه به بیش از 100 راه عمومی و فرعی که شهر کابل را به بیرون از این شهر وصل می سازد، بخش دیگر از این طرح امنیتی بوده است که مردم از کمکاری های نیروهای دولتی و بی نتیجه بودن این طرح به شدت انتقاد می کنند. بله دوستان عزیز، خبر بعدی هم مهم است. البته شخصی به نام جان
سابکو که بازرس ویژه برای بازسازی امریکا برای بازسازی افغانستان آقای جان سابکو تشویش داره که مصارف جنگی در افغانستان یعنی افزوده میشه بیشتر میگردد. حتی او مثال میده که از بگرام تا میدان هوایی احمد کرزی وقتی شخصی پرواز میکنه در یک هلیکوپتر $1,300 $1,300 مصرف داره، در حالی که از کابل تا نیویورک شاید همی درمی حدود باشه. یعنی مصارف یک سفر 30 کیلومتر از بگرام تا میدان هوایی آقای احمد کرزی $1,300 برآورد شده. یعنی در اونجا یعنی از لحاظ امنیتی باید بهترین تیاره باشه و در ساتلایت دیده شد و این مصارف هم با هم باشته میشه. در حدود $1,300 برای فی نفری که از بگرام تا میدان هوایی کابل بگویم یا احمد خان کرزی میرسد $1,300 او تشویش داره. باز آقای وزیر دفاع امریکا آقای جان متیس خوبرده او سب میگه که نه، چون عملات طالبان به مقایسه سال قبل 17% کاهش یافته، در حالی که ولسوالی ها یکی پی دیگر سقوط میکنه در کابل عملاتی که صورت گرفته. و به هر حال اخبار دلخراش افغانستان است. دوستان عزیز، خواهی نخواهی ما اجبارا باید برسانیم با شما. توجه داریم. بازرسی ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان میگوید که اکنون نظامیان و غیر نظامیان امریکایی از سفارت امریکا تا میدان هوایی حامد کرزی نیز از چرخبال ها کار میگیرند. جان سابکو میافزاید که این فاصله تنها 30 کیلومتر است، اما هزینه پرواز یک طرفه $1,350 است. هزینه ای که به گفته او بیشتر از تکت پرواز هواپیمای مسافربری از کابل تا واشنگتن است. The cost of the security is one I identify. هزینه امنیت به شمول هزینه سفر چیزی است که من یادآور شدم. نیاز است تا کسی با وزیر خارجه تازه درباره مصارف بیشتر سفر در افغانستان حرف بزند. در همین حال وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که در کل حمله های طالبان در فصل روان جنگی در افغانستان در مقایسه به زمان مشابه سال گذشته کاهش یافتند و علت آن این بوده است که نیروهای افغان و آمریکایی پیش از آغاز عملیات طالبان عملیات سرکوب این گروه را آغاز کرده بودند. مشکلات و پیشرفت با هم در افغانستان وجود دارند. طالبان در حال انفجار مراکز ثبت نام ها به خاطر این هستند که آنان درک می کنند از طریق صندوق های آرا پیروز شده نمی توانند. آمارهای سیگار نشان می دهند که در کنار کشته شدن بیش از 2400 امریکایی در جنگ افغانستان، این جنگ برای واشنگتن بیش از $800 میلیارد هزینه مالی نیز برداشته است. بله، مصارف گزاف ناتو برای کشتار مردم افغانستان، جنگ علیه ایراس افغان و مضاف شدن ایراس افغانان در افغانستان و هم در بخش دموکراسی و آرای مردم، ناتو ناکام است در افغانستان. سوغات خود که آورده تالیش تطبیق نشد. قانون اساسی برای شما هدیه کردیم نداشتید، قانون تطبیق نمیشه. در خود ارگ خلاف قانون اساسی یک شخصی به نام عبدالله عبدالله رئیس اجرایه گماشته شده خلاف قانون. انتخابات شورای افغانستان شما نمایندگان نداشتید، نمایندگانتان در شورا را یافت، محل جنگ بود. شورا تقریبا 3-3.5 سال از عمر شورا میگذره و یک چند نفر نادان کودن در اونجا که هیچ نمایندگی از مردم افغانستان نمیداره. شورای ولسوالی ها نمیدانم اینوان ولایات همه شکل نمایشی را در او بخش ناتو ناکام بوده. برای اعمار افغانستان که نیشن بیلدینگ یعنی یک کشور آباد میسازیم، جورج دبلیو بوش به صراحت لهجه و به جرات بلند میشد حرف میزد. حکومت سالم و درک نداره، کار برای مردم میسر نشده. خود اشرف غنی صدا کرد که بیش از 51% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی میکنه. معنی از اینکه نان ندارن، از گرسنگی میمره. اگر آدم فقیر یعنی زندگی بخور نمیر، و اگر زیر خط فقر باشه شما قیاس بفرمایید.
15 میلیون مهاجر داخلی و خارجی داریم، معتاد داریم. افغانستان مزرعه کشت مواد مخدر گردیدن، یک چند تا تعمیر در کابل و هم بدون نقشه و صاحب چی میگه ارکیتکت و مهندسی شاروالی و صاحب آباد شده، هر کس هر جای آباد کرده. حتی همین بعض تعمیر ها میگه بیت الخلا نداره که برای رفع ضروریات اولی امین انسان ها یک تشناب و اینا موجود نیست، کانالیزاسیون موجود نداره در اونجا. و همه از او ساخت پاکستان، همه تعمیرات به نقشه پاکستان آباد گردید. نمیدانم، یعنی این وطن صاحب تقریبا از لحاظ تجارتی در یک کسر تجارت قرار داره. 90% واردات و 10% یک چند تا خربزه و انگور به نمیدارا و هم گنده میشه. در بخش انفرسترکچر یعنی تهداب اقتصاد و پروژه های تولیدی و جذب کار رو درک ندارم. یک کمپنی کوکاکولا و صاحب که او را قیچی کو چک چک همی کوکاکولا، یک نفر که شکمش خالیس و گرسنه است، نان نداره، کوکاکولا را همو چی کنه و آدم. او جوراب کار داره، او کرتی کار داره، او لباس کار داره. عبدالله خان خو صاحب دریشه های لباس های 6000 و 10000 مغازه بیژن در میخ. اشرف غنی دریشی ضرورت نداره و علاقه به دریشی نداره. مگر همین کسایی را که میبینین در همین میزهای گرد و صاحب میزهای مفشن کنفرانس ها و به حساب کابینه و که نمیدانم این آن میبینین، صاحب هر میز با در حدود 20-30 هزار دلار تنها میز خریداری شده صاحب. این چوکی های صاحب تلایی که یک آدم لوچک چلر وطن فروش در بالای از اینش هست. اخبار فراوان داریم دوستان عزیز. البته جالب از هر کدام از اونها یک نشست در جاکارتا صورت گرفته در اندونیزیا. ملاهای پاکستانی و علما خو نمیگیم، ملاهای پاکستانی و یک چند تا ملای چون قیام الدین کشاف مشهور ناتو که در آبخوری از امون در 16 سال چرش میکنه صاحب به گریش چتل خود صاحب. او آدم چند تا مولای پاکستانی و مولاهای اندونیزیایی صاحب فردا نشست خواد داشتن تا در افغانستان صلح برقرار گرده. و صلح با کی میکنین؟ با قیام الدین کشاف؟ با مولای پاکستانی شما صلح میکنین؟ بازگیرم اونا فتوا دادن که همین چیزایی که طالب میگه اونا همش حرام است. آیا طالبی که یک کس فتوا داد در جاکارتا که طالب کارای حرام میکنه، او شاید برگرده از اون چی یعنی جریان داره سه؟ این چیزایی سه که هیچ درد نمیدانم گردره به شقیقه چی غرسته. لطفا مختصر صحبت کنین، لاینای ما مشغول است. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام، بفرمایید. افغانستان روز به روز خراب می شود و اگر همی چی رقم می شود که اگر ناتو یا امریکا اگر در حقیقت بخواهد راستی در افغانستان امنیت بیاید بسیار کار آسان است، اما نمی خواهیم که امنیت بیاید. مثال شیست اگر امنیت بیاید امریکا مستقیما با طالبان معامله می کند و همگی می جاسوس ها و همی کسایی که رشوت می خورند مال مردم بیت المال چور میکنن، همگی از مردم افغانستان ازشان به فغان رسیده، اینها را همشان را برطرف میکنه اما نمیخواهد. و این به حساب انتخابات هم کسی را انتخاب از این جنگ سالارای که اگر خود انتخاب میکنن یکشان هم به انتخاب بزن میتونن بکنن، اما به حساب انتخابات برنده نمیشن چون امریکا نمیخواهیشان. امریکا نه که مزدا را میخواهد نه از این جنگ سالارا را میخواهد. یکانه نفری را که میخواهیم مثل اشرف غنی واره یا اشرف غنی و یک نفر دیگه که مثل به همین کارای امریکا و یا لبک بگه و ناتو یا و مثل همین هوا خط کرده بره و ماهی گرفته بره. در حالی حضور یک کس نمیه و یه عبدالله ایزک هم کارش خلاص میکنه چون ناتو چی هم یک درد سر شد به ناتو یا جانکری آورده و این هم کارش هر خلاص میکنه. یک نفر همی اشرف غنی و یک نفر دیگه مثل اشرف غنی را خواهد آورد و دیگه امنیت در افغانستان نمیه تا که خود امریکا مستقیم با طالبا همه تو در حقیقت یک
به اشتاب خصوص چی یک معامله کنه دیگه امنیت نه و در غیر از اون همی جنگ است همی مشتار در افغانستان. تشکر هم تشکر هم تشکر نظر ما دیگه بیادر خدا کنه که رفع شده. ما از خداوند میخواییم که از افغانستان، از سوریه، از کشورهای دیگه، یمن، عراق، لیبیا، کشورهایی که مناطقی بسیار بد کشتار هست رفع شد و خداوند لطف خدا شامل حال مردم بدبخت جهان بسازه. به حد بدبختی در همین کشورها یعنی محل وقوع حوادث و جنگ و رقابت های سیاسی روس و امریکا شده که هیچ حد ندار. افغانستان خب ما که میبینم برادر از ماست که بر ماست سنمی خود ما مردم جنگ میکنیم. طالب افغان در برابر عمل در طالب و برفکی جنگ کرد و اینا در جنگ قرار داشتن. اونا را میپرانه اسلحهشان را میگیره آدمایش گم میشه. با صاحبی طلوع میره که اینی خانه هم ناناور بود و اینه سه تا چوچه ماند و سه تا مادره که پیرشه چیغ پیغشه میاره سر جلوی چشم ما. ما خواهی نخواهی اش که ما با اونا میریزه چون افغانستان باز در نهایت یک انسان یک بشر هست و قربانی شد. به خدا همی همی درد و اندوه مردم جهان وقتی آدم به چشم ببینه و بشنوه آه و ناله رسه بسیار تاثیر بد داره. امو دردای پنهان خو که اینا رفتن در عراق چی کردن و صاحب از جلوی کمره و صوت و اینا دور نگه داشتن بسیار فاجعه بار بود. مگر وقتی تصاویر میبرایه و ویدیوها میبرایه و شما میبینین بسیار بد دینه بالای روحیات مردم تاثیر داره. شما در اونجا در کابل یک تلویزیون میبینین صاحب که آدم مردن در بلانجا این صاحب تاثیر روانی داره. با خدا شما باور کنین ما افغانا صرف که این آدم ولی سرخ و صفحه درا میره و کاکولای چرب این بسیار صحتمند است. در حالی که همون طفل به حد یعنی منزجر است از درون، به حد او انتقام جو است، به حد او آدم برای منافع خود کار میکنه، فرهنگ فکری از او تغییر کرده که شاید او بدتر از ایسته که جسمان یک نفر شما صحتمند ببینین و یا زرد و زار باشه که مریض فکر کنه. بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. الو بفرمایید صاحب. بله سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم څنګه بیان صاحب جوړی په خیر؟ خیر خیر. سلام صاحب تاسو اوریدم په سوال درته لکم سلامونه وایم او تاسو نو واکان درنه ډیر تشکر کوم په دې ورځ پورا خبرونه نه تعقیب کړی تاسو واکان دوره د روزمره ډیر مهم او جالب اخبار او خط تحلیل او تفسیر کوران د کوي تشکر مننه سفکر مننه مننه کوم چې واسانه او دې شخصیت او دې مهم کار او خدمت د ټول لپاره کې مختصات وخت کوپت نشي رانه ځوان چې محترم خطاب صاحب ډیر خفقانه او دې شخصیت اواز دې صاحب ډیر ضعیف راځي صاحب لکه جک کو صحیح او لکه جک حداقل ټول اوریدونکو په ملي شخصیتونو او ملي حلقونه باندې رفتم چې کومو چې وعدې کړي چې موږ د حرکت د سل برای نجات افغانستان سره همکاري کړو غواړو چې یو ځای شو چې غواړو چې یو لوی خوځښت باندې بدل شو. زه وایم چې موږ د دغو بدو حوادثو او خبرونو په باره کې کوم حرکت چې بشپړ سوی ستاسو د تلویزیون د لارې او شاتګ مرکزي صاحب د شماره هم تاسو څو وارې نشر کړي. اواز دې ناراضي بیان شي مننه زه یو چې بیا مې اوسه درو ډیر مننه بیان شي مفتي. بله سلام علیکم. الو بله سلام علیکم. بله سلام علیکم. بله بله
بله سلام علیکم. و علیکم سلام. شما خوب هستین؟ خیر خیریت بفرمایید. الو؟ بله. بله گپ بزن برادر صحبت کنین صاحب اینجا وقت تان ضایع میشه. برای شما هم سلام برسد تلویزیون خاموش کنین صحبت کنین بخیر صحبت کنین صاحب خطاب صاحب اگر بخواهن که صلح امنیت در افغانستان بیاید بلی صاحب امنیت دولتی رو باید تقویه کنن ریاستای امنیت دولتی رو تقویه کنن امنیت دولتی رو از استخبارات بیگانه جلوگیری کنه که در داخل امنیت دولتی نفوذ نکنه. بله سر بچه برادر امنیت دولتی را در جایی که انتحاری میشه 15 روز پیش در اوج راپور میده راپور میده که چی میشه سر؟ بله سلام علیکم سر. الو؟ بله سلام علیکم. غفوری صاحب سلام علیکم. جور پخیر. علیکم السلام. بفرمایید. سلام احترامات خدمت شما، خدمت بیننده شما تقدیم نموده است. سلامتی شما را از بارگاه الله جل جلاله خواهانم. جناب خطاب صاحب، بر اساس راپور دیروز رادیوی آشنا صدای آمریکا چند نفر معدود در پنجشیر پرچم‌های حکومت ربانی و شعارهای مرگ به اشرف غنی و دولت نوین خراسان زنده‌باد را با خود عمل می‌کردند. نمی‌فهم که این خبر دارن یا تصویر هم چاپ شده بود و به نظر من که مظاهره و مخالفت با ذکر واژه‌های سیاسی توسط چند نفر محدود در پنجشیر اغراض سیاسی، انکار از هویت ملی و ضربه مهلک بر امنیت ملی افغانستان است. جناب خطاب صاحب حکومت که بجز قتل، کشتار و ایرانی وغده انتقام و آوردن اشغال امریکایی ها چورو چپاول و غز چیزگر برمغان نداشت. جناب خطاب صاحب جالب این که عبدالله از آغاز روند توزیع تذکره الکترونیکی مخالفت ورزید اما گفته است که به افغان بودن و مسلمان بودنش افتخار می‌ورزد. همان طوری که دبل عبدالله است دبل منافق نیز می باشد. دیگه وقت شما را نمیگیریم، شما خودتان میدانید که موضوع را شما دیگران شنیده نشنیده. من خود اخبار رادیو صدای آشنا هم دمون مخاندم تصویر هم از مظاهره بود یک تعداد معدود. تشکر از شما خدا مهربان حسین مولم تصفانم را توجه نکردم چون خب آدم نمیتونه همه اخبار همزمان ببینه و بشنوه خود وقت زیاد یاری نمیکنه خب بهترین رسانه های افغانستان هم کانال یک و طولو است و پشتو نیوز از اونا ما استفاده میدارم اونا بیشتر اخبار احتوا میداره مگر این چه شما فرمودین یک تشویش همی هم هست دوستان عزیز که افغانستان در یک معرض خطر تجزیه هم قرار داره برای از اینکه در طول تاریخ خود افغانستان اگه ببینین سرحدات افغانستان وسیع بود و نمیدانم تا کجا و کجا این تا هندوستان نیم قاره به زیر سلطه افغانستان بود در این طرف تا اصفهان و که اینوان همی تاریخ دانا وقتی تشریح میدارن خب خلاصه کلامی کیسه یعنی ساحه وسیع را داشت اما تو نیم قاره هندوستان صاحب یک نیم قاره بود که بالای از اونها انگلیس ها سلطه داشت متشکل از پاکستان امروزه بنگلادش امروزه و خود خطه هندوستانی که هویت هندوستان حکومت هندوستان و دو ابر قدرت به وجود آمده در حقیقت پاکستان و هندوستان از نیم قاره هندوستان برابر در این 80 سال اخیر دیگه وقتی او طور یک چیز باشد دنیا در حال تحول است یا فرض کنیم کشورهای آسیای میانه زیر سلطه شوروی وقت بود سوویت یونین یکی از یونین‌های از اونا بودن بعد از ختم جنگ در افغانستان اونا استقلال حاصل کردن ولی کشورهای آزاد هستن از خود سرحدات دارن از خود اسعار دارن به این منوال دیگه کشورهای جهان شما ببینین در حال تحول است یعنی سرحدات تا تغییر میکنه دیگه بنان افغانستان هم شاید یک توطئه در اونجا
روی کار باشه که افغانستان همو یکی از دوستان میگفت که نمیدانم 40 سال پیش نقشه افغانستان تغییر داده بودن و صاحب من در اخبار خواندم و مطالعه کردم. خود افغانستان بسیار سخت صدمه پذیر یک کشور میتونه باشه، مثلا این پدرام و این و آن وقتی تضاد به او حد شود که از پشتون خود نفرت داشته باشیم یا از تاجک خود یا از آزاری خود، او یک امو پریتکست میشه یا یک مقدمات، یک دلیل و کاز برای جدایی و تجزیه برای کشور میتونه باشه و او پلان ها در عقب پرده های تاریک سیاست هر کدام نقشه میکشه، مهندسی میداره، مردم پول میته، انگیزه میته، وعده ها میسپارن. شاید همون باشه سید. وقتی صدای امریکا یک چیزی را که پخش میکنه بدون دلیل نیست، میخواه از افکار مردم آماده یک تجزیه بسازه که با آسانی بپذیرن. و همین وضع کنونی افغانستان به حد دلخراش و بد هست. حالا پشتون بد است و که تاجک خوب است، در حالی که حالت کشور که در مجموع تاجک و پشتون زیر یک سلطه قرار داره، یا ازبک، یا همه اقوام افغانستان، همه کشور تسخیر شده، در حقیقت همه مقدرات به دست دیگاه افتاده. مگر در اونجا تاجک پشتون همه بسیار مزدورای سرسپرده داریم. یکی را اون روز در این کنفرانسی که در ویرجینیا صورت گرفت برای آقای بیات جایزه تاجر درجه اول دادن، نمیدونم کدام تا و اتاقای تجارت، و در اونجا دوست ما آقای عمیدالله جان فاروقی که او را رئیس پانتون مقرر کردن سر دمی سیلی که ناتو آوردن اینا را مثل فهیم و مارشال مقرر کردی رئیس پانتون، در اونجا کنار خود قایم گرفته سر. او آدم در اونجا گفت که دشمنای قسم خوردی افغانستان نمیگذاره که در افغانستان امنیت برقرار شو. وقتی دیدم که آقا را نمیدانم که چون بسیار کیف کرده امی منصب و پول و یک سیکیوریتی و امنیت از یک آدم از چیز میشه، در این نیویارک یک دکانه که چلر داشته بیچاره پوپنک زده بود، اونجا رفت وزیر و که دیگه و دیگه سب، یعنی می مردم بسیار خوش هستن و میگنم دشمنای قسم خوردی افغانستان، در حالی که همین روز ناتو یک دشمن بسیار سخت قسم خورده افغانستان است، وطن تان اشغال کرده. یا همین کسایی که به نام تاجیک و پشتون میخواه افغانستان تجزیه کنه، دشمن های قسم خورده تان است. و چون برای از اونا میخواهیم که یک کردیت بگیره برای ناتو، برای امریکا، برای دیگه دشمن قسم، هر کسی که ناتو را بد دید اینا میخواهی بد ببینه. گفته همین جان خان و بانجان که بود، هر چیزی که خان بانجان رو دوست دارم، ما هم دوست دارم، اگر نباشه ما بانجان رو از خاطر خان دوست دارم، و اینا از خاطر ناتو آنچه اونا خوش دارن و دوست دارن او رو قمچین میکنه. دیدم به حد وطن فروش هستن این مردم. بله سلام علیکم. الو. بله سلام علیکم. و علیکم محمدی صاحب مختصر. خوب خوب هستین خطاب چهار خیر و خیلی با اولش خوب یعنی حتما انسان باید انتقاد پذیر باشه، انتقاد سر شما داره. خب خوب بفرمایید. باید اول ما دلی یک ژورنالیست شده نمیتونه، یک پروگرام متصدی شده نمیتونه، اگه این کار ما و شما اید باید اگر نداریم هم پیدا کنیم. آفرین. شما سه به هیچ وجه میدان هوایی کابل به نام آمد کرزی نگوید. نورا ما نگفتیم که من اشغال کمک میکنم، من نگفتیم، میگفتیم وا میگن حال ما کی گفت قد دفعه نام دارلمان گشتاندن کلینرها تبدیلش نکردن، دارالفنون ماندن که ما چون دارالچطورکای دارالعلم یا کلینرها صدا میکنن دارالامان و تا می آخر عمرم تغییر نکرد. درست میگی، درست میگی. دیگه مثال براتون میتم، چرایی ساعت آمه به نام ساعت مردم افغانستان بود. بله. و ایر باندن چارایی مسعود. شما در کابل شاید تشریف نبرده باشین، هیچ تکسیوان ایر چارایی مسعود نمیگفت. شما که میرفتین باید میگفتین نشانی چارایی ساعت آمه.
دیگه از اون لحاظ یک موضوع دیگه یاد نگوین یا آمده کرده ای کیس که میدان هوایش باشه هیچ پشت از هیچ نامش نبرین یک او بیادر اونجا همه آمده کرده ننگه مدد نامش ننگه بایت افغان ننگ است مثل ما شما شاشجا برابر از یا خراب نبوده اما تا امروز از بردن نامش ننگ میکنیم شما در غم میدان هوایی هستین صاحب او افغانستان یک دقیقه آقا جان چندان موضوع مهم نیست که بگویم یا نگویم خوبا میگن ما میگیم ولی بعدر در غم افغانستان هستن که میگن نام ما خراسان میگم افغانستان نیست کل افغانستان نامش تغییر میده ما او نرفتیم تایید نکدیم مگر ما بگویم که آه اینی میدان هوایی کرزه هستوش کنیم کابل میدان هوایی کابل نگوین بازو میدان هوایی یعنی کلش هم دوز و دقل از میدان هوایی پرواز میکنه اگه آدم روستایی بدبختی که سال 400 دلار معاشی از دوز هیچ پرواز کرده نمیتونه اون میدان هوایی ناتوز میدان هوایی دوز و دقل است میدان هوایی قاچاقبر است هم کابل هم نگوین بدبخت ها از این میدان هوایی شما بریم کی پرواز میکنه کی داخل میشه او کسی پرواز میکنه که پول پرواز داره او کسی پرواز میکنه که مریض خود هندوستان میبره 95% یا 99% ما میتونم مردم بدبخت افغانستان که روزی یا نان خوردن خود نداره و هیچ با میدان هوایی هیچ ارتباط نداره اگر خانم عاملی بدبخت ازاره یا بدخشی دیگه دیگه او سب دم خود وطن خود سب جا از یک محل به جای دیگه بالای مرکب و دیگه و دیگه میره همیشه میدان هوایی را ضرور نیست محمدی صاحب ما را به گپ نمونده می اگر قطع خورده میره بله سلام علیکم سلام علیکم و علیکم سلام بفرمایید بله سلام خدمت تمام بینید دایتون ما عملی این تواری آخر تقریب میکنیم که واقعا تاره با نشان میدون که چقدر از بد کار کردن و یک بار دیگه غلام بودن خدا به پاکستان یا غلام بچه بودن خدا به پاکستان پنجابی نشان دادن یک مطلب است اگر زورم سر خر نمیده است که دولت افغانستان باشه بالا میشه میزنم که مردم افغانستان باشه همینجا باز غلام های طالب است یا کسایی که ذلیل زبون پیش طالب سر خدا خم گرفته همه رو تلویزیون دارن به اجازه من خودشان نام میگن که اسپانسر میکنن از اون جمله هم آقای مامان باشه یک روزی برای نیم ساعت داریم که از پیش سوال کنیم یا آقای معروف باشه افغان ها بسیار غیرت دارن و غیرت افغان ها به کل دنیا معلوم است انسان افغان سر کلمه خود ساده سر گپ خود وقتی یک گپ میزنه مسئولیت شما داشتن باشن اینجا آقای معروف صحبت را کردن راجع به خراسان اگر واقعا افغان است سر کلمه ساده است یک روز بیاد تلویزیون همینجا بگو گفتی خراسان شاه نداشت و فلانی نداشت و فلانی نداشت حداقل از لحاظ شریعت اسلامی ما فکر میکنیم خود به بادن باشه که با جایی رسیده باشه ولی نشان بده که نه بابا دو آدم او بنده خدا همه قدر قسم آرم که خوده احمد شاه شای کجا بوده ما شای عبدالی احمد شاه بابا شای خراسان بوده همینجا ده نیم ساعت نوبت بگید کسایی که من به بسیار وسوسه و دبدبه صحبت های عجیب و غریب میکنن و پکه میکنن جنگ در افغانستان یک نیم ساعت پیش مردم دهیم همین چوب خچه ها را که میرم که از اقل از پیش شما سوال کنیم که دانش شما تا کجا است تا کدام سطح است علم شما تا کجا است تا کجا را شما پکه میکنن و میخواییم مردم افغانستان به اکیلگه جنگ کنن با شکل آقای خطاب باز ما جنگ میزنیم دوباره ولای خوبی تو کدام مرغ نیست که من از مرغان چه بگیرم بیارم پیش شما نیم ساعت بشانم با زور وردارم یک دیگه شه بیارم و انسان های افغانستان هستن میان صحبت میکنن هم تو که شما تشریف میارین یه مومند یک نظر داره شما یک نظر دیگه رو دارین یه کسی یک چیز دیگه رو فکر میکنه برای افغانستان بدبخت یکی میگه ما اتا همه اسم افغانستان نفرت دارم ما میخوایم خراسان بزرگ باشه و سر امو القاب و دیگه پیچ میخورم اونجا خب مسئله طالب و هیچ در خراسان و افغانستان دخل نیست نه پاکستان را در درون امید درس هایی را که اینا انداخته این رشوه و رشوه ستانی و فساد و بدبختی ها
همی حکومت اگر شما واجد شرایط میدانین که زیر سلطه از 52% زیر فقر و گرسنگی به سر میبره، 15 میلیون مهاجر داری و 6 میلیون هم به مواد مخدر مبتلا است، حکومت تا خرخره از فساد پر است، که اونا طالب رفته سه ولسوالی طالب برفه که به جنگ گرفته، هیچ انتحار هم نیست اونجا، مطرح نیست. طالب خود تنها انتحار نمی کنه، داعش تنها انتحار نمی کنه، میره حمله می کنه، شب خون می زن، افسرهای نظامی رو با خود می بره. علی گم است، تقریبا 40 آدم افسر نظامی گم است. و جای از او باید طالب گم می شود. طالب خب امو اسلحه پاکستانی رو گفته شما داره. او خب از اسلحه مجهز مدرن بلک هاک مفتخر نشده است. دو طرف های قضاوت کنید. در اینجا قضایی رو به صورت افاقی پرتین در میدان. پشت ازی نگردیم که کی خوش میشه، کی نمیشه و کی تاپی چی رو میخوره، بخوره کلگی تاپاهای دنیا در میکلیتان بخوره. از حق هیچ وقت نگذاریم. پیغمبر اسلام ها گفت که شاعر است، که دیوانه است، مجلون است، خواه میبینه، این است، اون است، چیزی که ددان همین کفار میامد میگفت. و پیغمبر خداوند میگفت که خودت حق هستی، بریم قرآن مراجعه کنیم ببینیم که در قرآن چی میگه، خدا چی گفت. از او که در قانونی بهتر اگه دارین بیارین در میدان پرتین برای مسلمانان. بالای قرآن، بالای مقدسات 2 میلیون شهید دادین، طول تاریخ تان از زمین پر است. طالب تایید نکنین مگر خودت که مسلمان هستی و برادر. او اگه عملی انتحاری میکنه او رو محکوم کن، در سرش هم بزن، چیزی که دادانت میه بگو، مگر خودت به حیث یک افغان چی فکر میکنی به میشرایت؟ ما یا باید طالبی باشیم یا ناتویی باشیم، در زیر خواب پای ناتو رو تک بزنیم. دیگه هیچ آدم در افغانستان موجود نیست. ایرای سیومی و چارمی افکاری که مغزی که در کشور بجنبه و بیدار شوه و بدبختی های خودش کنه، او را به طالب چی قرار است؟ و خودت خود آزاد میتونی قضاوت کنی. بیاین آنچه مگذره او را مطرح بسازین. وقتی خود زعیم افغانستان میگه که ما بدبخت هستیم، از گرسنگی میمیریم و خودت جانبداری از او را میکنی، این دیگه بدبختی ما و خودت هست. بله سلام علیکم سر. بله سلام علیکم. سلام علیکم خطاب. آه پاچه صاحب خسرو چراغ لی جور پا خیر سنگه ای ساعتی خود. تشکر جوانده و سی تاسو او طول و لدون کو او ریدون کو او ستاس و همکارانو تا ده مینی دک سلامون و اترامات تقدیمون و غوارم یو صحبتو کم میکا ویکا ده مسائل و پا باب او تاسو نا ده همیش پشان دیره منن کم چه ده افغانستان پا باب خب معلومات ورکو یو خصوصا مالا همیش لک پا وقت که مراحت کوا میره بانی یو لطف که ولی نکه غگی گی ولد غوارم پا دو کلمو چه ده افغان و خراسان ده چه پا سوشال میدیا و پا زمان پا مملکت که پی خبری کی گی خبری وکم خو مخ که دیدین اویم چه نیلسن ماندیل اوی وی که غواری چه پا جامعه که معاصر و سی نو صداقت د ځان نه شروع کړئ. باید سړی صادقانه برخورد د مسایلو سره وکړي. راځم اصلي مسالې ته چې د افغان او د خراسان کلمه ده. افغان تاسو پوهیږئ چې کلمات د تورو نه جوړ شوي دي او کلمات مختلف دي چې یو اسم دی او افغان د اسم په صفت استفاده شوی دی او آرا کلمه لغوی او اصطلاحی معناگان داری. په دې کې شک نشته چې افغان کلمه د نژادي لحاظه پښتون ته اطلاق شوې ده په مملکت کې، خو په تاریخي لحاظ افغان هر هغه چا ته ویل کیږي چې هغه په افغانستان کې تولد شوی او د افغانستان د تابعیت ولري. زه په حیث د یو سید پا افغان د په کلمه افتخار کوم او د عربو چلتار د افغان په شاملې سره نن نه برابروم. راغلو د خراسان د کلمې په باب. خراسان شرق ته وی، یعنی لمرخاته او په فارسی کې آفتاب برآمد. د عربانو د راتګ نه وروسته افغانستان ته
دی منطقی تا در شرق اطلاق شوه، یعنی در خراسان اطلاق شوه دی. خراسان یا و منطقه و او نه مملکت. هغه وخت کې د ملتونو سوال نه په شرق کې و او نه په غرب کې. خراسان داسې یو کلمه ده لکه غرب. غرب کې ډیر ملتونه موجود دي او دا ملتونه د صنعتي انقلاب نه وروسته منځته راغلي، مخکې نه وو. همداسې په شرق کې هم د ملتونو مسله د عربو د راتګ نه وروسته نه ده مطرح شوي، تر ډیر دولتونه چې د خراسان په نامه نه وو او عربو شرق ته د خراسان په سترګه کتل چې دا کلمه منځته راغلي. دا د هیڅ افغاني دولت او د هیڅ مملکت نوم نه وو په زمونږ د ملک. دا یوه منطقه وه، یو ایریا وه چې د ماوراو نهر نه شروع شوې چې اوس په ترکمنستان کې دی او د ایران مشهد او هلته د خراسان او نور مناطق او د افغانستان بعضې مناطق په دې کې شامل وو. په هغه وخت کې هم د زابلستان، کابلستان، ترکمنستان، وبخی ترکستان او داسې نومونو باندې د افغانستان مختلف ممالک یادېدل او په شرق کې ناسیونالیزم مطرح شوی نه و. د ایران ناسیونالیزم اسماعیل صفوی د عربو د شکست نه وروسته مطرح کړ او د افغانستان ناسیونالیزم د اول ځل دپاره د څو سوه کالو نه وروسته میرویس خان په اوولس سوه نهم کال کې مطرح او احمدشاه بابا په اوولس سوه څلوېښتم کال کې یو افغاني دولت جوړ کړی دی. مخکې د دې نه ټول هغه دولتونه چې په افغانستان کې وو هغه دولتونه د خراسان په نانه نه وو. مثلا د اولنۍ دولت په بلخ کې د سامانیانو جوړ شوی دی چې د سامانیانو د حکومت په نامه یاد شوی، د غزنویانو د غزنویانو په نامه یاد شوی دی. د حضرت سلطان محمود علیه رحمت پلار لوبتګین البته د خراسان د ولایت د ایران نه راوتښتېد، هلته جنګونه وو او بیا په غزني کې د غزنویانو دولت تاسیس کړ چې زموږ افتخار دی. ډېر عفو غواړم خطاب صاحب که وخت نیسم، ما په یو مجلس کې د لطیف بابي په کور کې په نیویارک کې چې موږ یو تقریبا شل کسه وو د ذهنونو د روښانه کولو د په خاطر د مرحوم استاد پوهاند عبدالشکور رشاد نه پوښتنه وکړه چې کومې امپراتورۍ موږ دپاره قابل افتخار دي. هغې د کوشانیانو، غزنویانو او ابدالیانو د امپراتورۍ نومونه واخیستل. ما غوښتل چې د خلکو ذهنونه روښانه شي. از زه پوهېدم چې په مجلس کې داسې خلک دي چې هغې په غزنویت باور نه لري. نو په دې خاطر دا ټول دولتونه وګورئ مخکې د دې نه دا د خراسان په نامه نه دي ثبت شوي. د غزنویانو دولت وو چې دا ټول مناطق او د دې نه نور اخوا دېخوا مناطق هم پکې نیول شوي، ان تر هندوستانه پورې رسېدلي، مګر دا نه وو چې د خراسان امپراتوري چې غزنوي مشر دی. دا نه وو چې د سامانیانو امپراتوري چې دا نه وو چې د کوشانیان خو بیخي نه وو، ځکه چې هغه مخکې د خراسان د کلمې نه دا خبرې وي. نو زه حیران یمه چې اوس څنګه موږ داسې یو تاریخي نوم چې تقریبا دوه نیم سوه کال یې کېږي او موږ په دې نامه ډېر زیات شهرت پیدا کړی او د زرهاو کتابونو نه ډېر په افغانستان لیکل شوي او خصوصا د افغانستان جهاد په دې اخر فصل کې د افغانستان شهرت په جهان کې ډېر زیات کړی دی او دا د لاسه ورکو. دا د تاسو پوهېږئ د بزنس د لحاظ هم معقول کار نه دی چې یو مشهور نوم راواخلئ او هغې باندې یو بل نوم کېدی. نو په دې خاطر او دا قابل دی ښودلو هم نه دی او څوک یې منیم نه، خو بیا هم د مزو د حل دپاره که څوک غواړي چې هانس برخورد وکړي لطفا د ټول ریفرنډوم ته راشي. خارجیان چې ووتل ټول به کښېني، که هر چا بیا خراسان منلی او اکثریت یې وګټه هغه دې په خراسان نوم دې پکې، غیر د هغې نه خو د افغانستان دی او دا یې شهرت دی او موږ په دې مشهور یو. اولفیر ته چې ځو خو بیا څنګه افغانانی او بیا چې د اولفیر نه راوځو خراسانیان شو، دا ښه کار نه دی. زه د خپلو ټولو افغاني وروڼو نه چې زه مطمئن یم چې دا یو سیاسي ډله ده چې دا کار کوي، زه په دې باور لرم چې هیڅ سید، هیڅ تاجک، هیڅ ازبک، هیڅ هزاره او هیڅ پشهیي د دې خبرې طرفدار نه دی. ما په میډیا کې ولیدل چې ډاکټر صاحب اشرف غني ته یو بدخشانی راجیک شي او ورته وویل چې اینهایی که میگوین که ما افغان نیستیم از ما نیست.
ما همه افغان هستیم و با افغانیت افتخار میکنیم. نور دی وقت نیست دیره منه نبو دیره خطا شده او خور از طول افغانانو تغوارم او خدای دی آزاد آباد او مترخی افغانستان ای آفرین شب از پاچه سب سترگی دی جاسم و علیکم سلام دیر که تاریخی و دا قو کری دا تاریخ تقریبا تشریح معلومات دی را کرد دیمونگا خدا ستیریو تایپ دا عدی باس که نام چرا سو نپیگم جمعیت سو کرو از بی اسلامی هم داگه وایو پا دا خبال منزو که اگه ستور تو ای مایگان بار میگم که سیاست افغانستان ایسیت یک ساجقه گرفته بجاو الا شیطان مانده میشه سایب اگان بار زبانتان میخوری با امراش مگر هیچ نه ویتامینی میره و نه پروتینی با میدید یا به اول لحاظ بعضی وقت یعنی می آیست یک غذا داره برای ما بحثایی که آلمانه است و شمرده صحبت میشه در سید حسن پاشا دیر تکرار دیر لایق دیر زوان ده و اگر چه زوان پده مانا چه فکر زوان ده اخلاق زوان دی وطن دوست ده و دای دی خیر بود که تا خبری دیر دی ما خوخیگی ما تا یه معلومات خوندی سی برحال ما یک چیز فکر میکنم پاچا صاحب چیزایی که گفتن یا پدرام و که نمیدانم یک مظاهره در بدخشان و یا در پنشیر و اینا این مظاهرات سیاسی است برای اغراض چند تنی برای می افته و در برابر پول برای تحریک بیگانگان یک روپوش یک نمایشی یک گپی است که ویچ به عمق آنچه گفته میشه تعلق نداره در غیر از او خب پاچه صاحب گفت که خراسان شرق میگه یه توی کشوری به نام خراسان موجود نبود به نام خوب تشریح هم صورت گرفت خوب دلایل هم فرمودن به هر حال آقای نوری صاحب کریم نوری روز شنبه ساعت یک بعد از ظهر تشریف میارن برای 3 ساعت پروگرام دریچه سخن پخش میشه و پروگرامشان هم $500 یکی و یک $100 $90 میگم شیر از ویرجینیا برشان پول فرستادن تقریبا 80% پروگرامشان این بار سپانسر شدن دوستا دیگه ما دیدم که به قلوب مردم آقای مشتاق صاحب نوری صاحب را حاصل کردن میره انشالله از لحاظ مادی اینا را تقویه خواد کردن دوستان عزیز میریم سراغ اعلانات انشالله برمیگردیم لاینای ما مشغول است همه از اونا لطفا با ما باشین انشالله خدمت شما خواهیم آیا می دانید در طول 24 ساعت چه مقدار سم یا تاکسین از طریق خوردن، آشامیدن، حتی نفس کشیدن وارد بدن ما می شود؟ آیا از سردرد، کمردرد، تغییر مزاج، افسردگی، خستگی، فراموشی ذهن و ضعف سیستم ایمنی بدن رنج می برید؟ بایومجیک درمان شماست. روش قدیمی و معجزه‌گر ژاپنی برای دفع سموم اضافی از بدن. چسب‌های 100% گیاهی بایومجیک بدن شما را در خواب از سموم ضررآور تصفیه و پاکیزه می‌کند. چسب‌های بایومجیک را شب‌ها قبل از خواب به کف پا بچسبانید و صبح روز بعد با درآوردن آن متوجه سیاهی آن چسب‌ها خواهید شد. به مرور و بعد از چند روز چسب‌ها کم رنگ‌تر می‌شود که نشانه دفع سموم اضافی از بدن شماست. همین الان تماس بگیرید، یک بسته بایومجیک را مجانی دریافت خواهید کرد. برای سفارش چسب‌های سمزدایی با شماره 818-884-7018 تماس بگیرید و یک بسته بایومجیک را مجانی دریافت کنید. اعلان کاروان زمزم برای عازمین عمره رمضان و حج فرضی 2018 برای افغان های مقیم آلمان، بلژیک و هلند.
مسئولین کاروان هرچی بیشتر به تسهیلات و امورات سفر حج شما با تجربه چند ساله به خدمت هموطنان گرامی بوده و به یاری پروردگار عالم این که عمره رمضان مبارک در دهه اخیر به مدت 15 روز، مدت سفر حج فرضی 25 روز و حرکت این سفر مبارک در 12 اگست سال جاری انشاءالله خواهد بود. تدریس احکام حج و دیدن اماکن زیارتی و تاریخی در مکه مکرمه و مدینه منوره شامل پروگرام می باشد. برای حجاج محترم 2 عدد بکس دستی و پشتی احرام، رهنمای حج، آب زمزم و دیگر ضرورت مخصوص حج از طرف کاروان تهیه می‌گردد. برای حل مطلب به لسان‌های دری، پشتو، آلمانی، عربی و اردو مکالمه صورت می‌گیرد. جهت معلومات مزید با مسئولین کاروان زمزم در شهر همبورگ با الحاج محمد اسحاق سالم و در شهر ایسن به زمزم ترول و یا به شماره‌هایی که در پرده تلویزیون میباشد به تماس شوید. مهمان برنامه استاد حمید طه، تعداد محدود است، هرچی عاجل به تماس شوید. اگر می خواهید سفر مطمئن را با خدمات، سرویس عالی و استانداردهای بین المللی در تمام کشورهای دنیا داشته باشید، اگر می خواهید سفر حج فرضی و عمره را با تضمین و قیمت مناسب دریافت کنید، اکرم تریول ایجنسی، یک نام آشنا در عرصه خدمات ترانسپورت هوایی و اخذ ویزا و تجارب 20 ساله کاری در خدمت شما. بفرمایید انگامه جان، سفر خوش باشه با آرزو دارم. تشکر از شما. من تمام سفرهای خود را به هر کشور جهان با اکرم تراول تنظیم میکنم. سفر خوش، راحت و مطمئن. هامبورگ، شتایندم 97، برلین، شترومشتراسه 22، اسن، فیگوفا پلاتس نمبر 10. فروشگاه کانفورت و غوز انگول در آمبور بلشتیم. این فروشگاه بزرگ موبل در آمبور با سابقه درخشان 7 ساله عرضه کننده بهترین موبل از مشهورترین و بهترین تولیدات ترکیه در خدمت شما. شما می توانید در این فروشگاه بزرگ انواع موبل های مورد پسند خیش را از قبیل موبل اتاق خواب، اتاق طعام، تخت های خواب، کاوچ و چوکی، فرش های مرغوب، پرده ها با رنگ های زیبا و قیمت های کاملا مناسب خریداری نمایید. جهت سهولت بیشتر شما، بخش دیگر این فروشگاه در آلستن بیگ کانفورت با مساحت 1800 متر مربع با تمامی اجناس تذکر یافته در خدمت شماست. فروشگاه ما اشیای مورد ضرورت شما را با قیمت مناسب منتقل نموده و خدمات ترمیماتی را انجام میدهد. همچنان پرداخت ها به شکل قرضه از طریق تارگو بانک نیز میسر است. حبیب نوروزی شرکت، هامبورگ، جرمنی. په افغانی خواندور و چو میوو د خپلو میلمنو هرکلی وکړئ. خالی پخلنځل لپاره توکي او مسالې ستاسو دسترخوان ته رنگ، خوند او ښکلا وربخي. د ودونو او محفلونو لپاره ښایسته او په ښکلو ډیزاینونو افغاني او هندي کالي او ګاڼې دلته موندلی شي. د حبیب نوروزی شرکت په عمده او پرچون ډول د آغلي فرخنده حبیب په مدیریت ستاسو په خدمت کې. چوپان کباب، رستورانت جدید افغانی در شهر هامبورگ، اشتایندم شماره 32، با غذاهای حلال خوشمزه افغانی شامل انواع کباب ها، کرایی، چاینکی، دو پیازه، لونگ، همه روزه از ساعت 11 روز تا ساعت 11 شب مهمان دارد.
چوپان کباب با سالون زیبا آماده تجهیز از محافل شما و فرمایشات خارج از رستوران شما. این بیست امرای چوپان کباب در کنار سایر غذاهای خوشمزه، ساندویچ لذیذ را و شیریخ افغانی را ارائه می دهد. چوپان کباب، اشتایندم شماره 32 شهر آمبوک. دوستان عزیز، از سلام و احترام خدمت شما. میخوایم افغانای ما صحبت بدارن و لطفاً مختصر مهربانی بدارین و تا به همه تقریبا نوبت برسه. لاینای ما مشغول است چون سراسری افغانای ما مهربانی میکنن. برنامه داغ است، میشنون و وضع افغانستان قابل بحث است و این علاقه دارن، لطف میکنن. بله، سلام علیکم. بله، سلام علیکم. و علیکم سلام. خوب هستین صاحب؟ شما از مزار شریف باز لطف میکنین؟ بخیر. بله، من از مزار شریف یاد بزنم. بفرمایید. خطاب محترم، در رابط با کلمه بسیار مبارک و مقدس افغان، من میخوایم تنها همه قدر میگم بله. کسانی که در دو جنگ با پرترین استعمار پیر هلگر انگلیس قهرمانی خود و از جانهای شیرین خود گذاشتن و این وطن با خون پاک جوانان سایر اقوام آزادی خود از انگلیس گرفتن، زیر کلمه مقدس اینمی واژه افغان است برتان بگویم. و این در نزد کسان ارزش داره که اونا به ارزش وقت ندیدیم. اینمی طور که امروز جاسوس ها میخواین امروز کلمه افغان عرض کنن، از هم صاحب کلمه تاریخ غزنیار هم عرض میکنن، همه قسم دیگر به دست و همیشنان به تاریخ احمد شاه بابای دورانی را دست بزنن. بالاخره همی افغانستان اینا میخواین که تکه تکه و پارچه پارچه کنن. و اما بنان یک چیز دیگر را برای شما میگم، هیر هم شما در اصخان خود بگون جانم صاحب. یک وقت در ولایت بلخ میخواست اینمی جاسوس های ایران با استفاده از یک چند تا عناصر وطن فروش میخواستن که قبل غازی محمد اکبر خان که مگناتین که به قتل رسان، میخواستن که از روزه، از بجوار روزه مزار این را بکشن جسدشه. از این گپ من خبر شدم، معمیره به یک نفر از برادرای پشتون در ولسوالی بلخ به نام کاکا امیر جان میگن، خدا ببخشش مردک بل. رفتم برمی و گفتم، ما گفتم اینمی تو یک قضیه است، چطور کنیم برادر که اینمی شخص غازی را جسدش اسکلت میخواه بکشه اینا ببره؟ مرا گرفته پیش یک قهرمان ملی افغانستان برادر بردن. همین موضوع را من برای برادر گفتم. برادر به حال واحد حکم کرد، گفت کسی نمیدانه که به داخل حرم روضه مبارک داخل شوه و به یکی از چیزهای دست بزنه. چنانچه همو سال همی علم برافراشته شدن همی روضه را، مگر تکلم سقه مذهبی نداره، همو آدم اجازه داد. بدان هیوتن کسی برزش از این میفهمه که او در هیوتن نیاکانش خون ریختانده. کسانی که تو فعیلی ایجا آمدن در حرک قدرت از طرف ایران و پاکستان و روسیه و هندوستان، اونا طبعا برای از بند بردن تاریخ یک کشور اقدام میکنن. بنان من درود و هزار صلوات بر روان پاک همو شهدایی که در زیر واژه اسلام و کلمه افغان اینا در استعمار تو استعماره دو بار استعمار کهن بریتانیا را شکست داده و یک بار امپراتوری روسیه را سایب بزنو در آورده. بنان من به اونا میگم و نه به این پروتوکوله جبل سراج، به خواهین های ملی و وطن فروش ها. و همچنان برای رفی جان هم خواهش میکنم که این آدم من نمیفهمی جودی جد از کدام سه مزار است. مزاری خود اینطور انسان خصیص و لذیل به وجدان نداره. آدم حقیقت بگویه، تو چرا حقیقت نمیگی؟ امروز امروز سبب بدبختی تمام مردم افغانستان اینمی گروت شورای نظار و جاسوسای
ایران هستم. نلایی دست شما را به خداوند میسپارم. خداحافظ. بله سلام علیکم سه. سلام علیکم حاجی صاحب بزرگوار. و علیکم سلام. بفرمایید. خیر حاجی صاحب محترم. خیر و خیریت چال دارین سه. شکر الحمدلله خدا کنه که جور صحتمند باشه. تا این دارم. برادر بزرگوارم عمر خطاب امی احمدزای نظیر احمدزای به حرفاش شما گوش کردین که موان اولیسی جرگه بودک. این احمدزای وظیفه گرفته که مرا در مقابل برادر پشتونم قرار بدهد. ولی من هیچ وقت در مقابل برادر خود استادگی نمی کنم. برادران پشتون نور چشم ما هست. 5000 سال با هم زندگی کردیم. 10000 سال دیگر هم زندگی می کنیم. آفرین آفرین. ولی تو انسان حیوان صفت حیف نام احمدزر بایلای گذاشته شد. احمدزای محترم عمر خطاب است. فامیلش است. ایره ما احمدزای میگیم. احمدزای یک قوم مهربان و غیری است که من در خانه همراه من در یک جا زندگی کرده. حاجی سید بزرگوار از عرفا زیاد گفتنی دارم خود نمیخوایم که بگویم زیاد که من باز باعث رنجشم برادرهای ما نشه. حاجی سید ما قوم پشتون خود خیلی تونه من منعیست یک شمالیوال اورزم گفتم که بوتای خودت هست اما پشتون خودم میبوسم. چرا این مردم میاد مثل وظیفه میگیرن میاد مثل معروف امان کیوان که خلقی بوده قدیر مومن زن خدا و مسلمان نساخته و آجی سید باین ما شما اینا وظیفه آه من میگم آوارا بان خوب چی که خود باین نمیره من برات میگم آجی سید همی تزاده افاس یه پشتون هستیم کلی ما پشتون من تاجیک شمالی وال پشتون هستیم افتخارم سرش میکنم اینا چرا میگه پشتون حالا که بچه سقه و حالا برادر هستیم یک جای زندگی میکنیم غیرترین مده و هفته هم گفتم حالا میگم مردم پشتون غیرترین مردم افغانستان هست تاجه کشه هست شمالی وارش هست بالا سنگ دیزه کلی خدا گرفته تاریخ کل ما معلوم هست چرا بگم بیا باید افغانستان را نجات بدیم مردم ما را نجات بدیم که در بازار شد آفرین بچه نظیر احمدزای بچه زندگی میکنه دیگه مردم پشتون افغان پلاستیک جمع میکنه حاجی سید اسپند دود میکنه آلی گپ چی هست سو بیادر آقا جان آلی چی گپ هست گپ چی هست گپ یه نمیست که همین راجع شما حاجی سید محترم یک حاجی هست شخص بزرگوار هستین احمد مسعود همیشه در میگین که خیانت کرد همین راجع به احمدزای همین بچه کاکای غنی را بگو که همین چرا همین حرفا را ما افغان هم میگم ایشه ما را میگم دیگه وام نکنن هر کس خیانت میکنه بچه کاکای کی هست مهم نیست خائن خائن هست که بچه کاکای کیست پدری کیست برادری کی هست تقبیح باید شو مردمی قاطع همین نظیر اما زید ما بین انداختیم زدم یه بود سوتر رو برداشتیم من نفهم چی گفته او خو معاون شوراست گپ میزنه صحبت میکنه ابراهیمی هم صحبت میداره یکی دیگه هم صحبت خو جرم نیست مگر آدم کشی جرم است قتل جرم است 16 سال جنگ جدل دروغ به امرای روسا همکاری به امرای ایران یه خود جرم است خیانت ملی است وزیر احمدزا یک گپ اگه زده تعصبی بوده یا غیر تعصبی کار بده کرده خودش خودت نیامده خود درست است من میگم هم کار بد است ولی دنی یا حالت نانجار نظیر احمدزای رول کلیدی نداره در مسئله افغانستان بله سلام علیکم بله خطاب سر سلام علیکم و علیکم سلام بفرمایید سلام احترامات خدمت شما و تمام بیننده از شما خدمت شما که ما همین قسمی که در پشتونای ما انسانای مریض داریم انسانای متعصب داریم مثل نظیر احمدزای ما در دری زبانای ما انسانای ستمی متعصب خودفروخته مثل پدرام داریم همین قسم در پشتون است همین قسم در فارسی زبان است اینا ای که خراسان میگن خراسان بود اما من حیث یک افغان به برادری که پیشتر صحبت کردن گفتن تاریخی که گفتن و تاریخ درست نیست ما به نام افغان افتخار میکنم و هیچ وقت مردم افغانستان چی ازبک باشد چی تاجک باشد چی پشتون باشد از نام افغان نمیگذره افغان برای ما افتخار است و ما افغانستان اما آمدیم در این که خراسان گفتم که خراسان سرزمینی بود که ابو مسلم خراسانی از عرب آزادی خود گرفت و این مربوط میشه به بدخشان، بلخ، سمنگان، فاریاب، هرات، غور، فرا، کاپیسا، پروان، مشهد
غور، کابل و بامیان چندین ولایت خود ایران خراسان بود، اما این افتخار که باوجود کرد احمدشاه دورانی کرد که ما خراسان از دست داده بودیم، ما را نادر افشار و ایران گرفته بود، تمام ایران اول سنی بود بعدن شیعه شد. و اگر امی احمدشاه بابا اگر امی احمدشاه بابا امی افتخار نمی کرد، امروز ما تماما شیعه شده بودیم و این افتخار ماست، ما به افغانستان افتخار میکنیم. اما این که میگن خراسان قبلا نامش خراسان بود، این که افغان است، این کدام یک اسم است، یک اسم است، اما افغان مربوط یک قوم خاص است، یک قوم پشتون است. اما ما به افغانستان افتخار میکنم، همیشه میخواهیم که بالای افغانستان نام افغانستان باشه. مربوط قوم خاص چطور است؟ امروز دولت گفته که ما 14 قوم در میگنجانیم در تذکره، که من خودم هستم خواجه، یعنی اولادی ابوبکر صدیق در اصل عرب، اما 1200 یا 1300 سال در افغانستان گذشتانیم، در اینجا نام خواجه گم میشه. من هیچ این تذکره را کار ندارم، به خاطر اینکه نام من گم میشه، من خواجه هستم، من نام من گم میشه، اصلیت من گم میشه. اینجا بسیار منافقت وجود داره، اینجا قوم‌گرایی وجود داره، هیچ کس از نام افغانستان چیز نمیکنه، هیچ کس نمیخواد که نام افغانستان از بین بره، اما مسائل مغرض و مغرضانه وجود داره که 14 بله، بله. 14 قوم میگیرن دیگران شوت میکنن از بین میبرن. بله. من ندارم کار وقتی که نام خوجه، وقتی بله. که نام خوجه ما از تذکره ما گم شوه، من یک تذکره را کار ندارم. 300 نفر قوم ما مگر چون در تماس شدن گفت یک که ما تذکره نمیگیریم. خب. دیگه عرض میکنم اول خراسان بود. خیر او را تکرار میشه باز اول همین عینی چیزا گفتین، اول خراسان بود، دوم چطور شد اینطور بود. اول خود بحثای تاریخی را باید عالمانه مطرح بسازین، مطالعه شده باشه. اگه ما بگویم ما اول خراسان بود، بگویم نه افغانستان بود، بگویم نه آریانا بود، دیگه بگویم ای، از لحاظ تکنیکی و علمی اگه میخواین یک موضوع را مطرح بسازین در کنار یک عالم که او بدانه، بحث علمی میشه، چون تاریخ افغانستان است، ما مردم معلوم ها. این خودم شخصا باور کنید، ما در رابطه با تاریخ افغانستان از 100 سال که او طرف برم ما هیچ معلومات ندارم. مربوط میشه به یک تاریخدان که او درس و تعلیم کرده و صاحب ده، او بعضی ماستری گرفته و بعضی دکتری گرفتن، او باز درست عالمانه میتونه مطرح کنه، باز او هر چیزی که گفته همون درست است. مگر اگر رفی جان اونجا بگوید که اول خراسان بود، ما خبر استم که مرا گفته مسجد بود، گفت سر برنده یک چیزی یک کس دیگه گفت، یا همون طب و طبابتی که فرزن نمیدان با جوانی بادیان بر دماغ بشه فایده داره و ترا میشه، او رو کوشش کنه که چی نشه. این مسئله در تذکره ما فکر میکنم تذکری وقتی ظاهر شاه را که یکی از او پیش خود ماما است، ما وقتی از افغانستان برامدم تذکری ما نزدیم است، اونجاست ملیت افغان، نمیدانم قوم پشتون، محل سکونت فرزن لوگر، ولسوالی مداغه، امو درست است، یک شناخت پس است. فراتر از او که جنجال میاره که باز خوجه چطور شد، این کسی به نام هر کس یک تذکره برای یک جنجال است. خو امو را اگر یک نفر سر نباشومی را نداره، خب بپذیره، خو یک شناخت پس است. امو هر چیز که حکومت گفت و رئیس جمهور قبول کردین، ماش چه میخورین؟ اشرف غنی را هم پذیرفتیم که اگر هم تقلب کده درست است امیر رئیس جمهور، ولی او چیزی که میگه او را نمی بپذیره نموره. اگه یک حکومت دیگه باشه ولی زده زده به معادم میگه تخلف کده قبول نمی کنه، مگر گدودیس بیادر هر کس هر چیز میگه. ولی خوجه از اونجا قارس و نمیدانم شیخ از اینجا قارس و مجدیدی از طرف دیگه قار میشه. همزهی محمزه هستم، ما قار میشم که نام محمزه هست، او را چرا نماندین، یا حیشه چرا سکیلا دانه میکنین؟ بقدر کمپرمایز کنین، سازش کنین، وطن مشکلات فراتر و کلی فراتر از این چیزایی داره که تاجیک چی گفت و خوجه چطور میشه و نامش ده کجا نمیشته شد. بله، سلام علیکم. آقای خطاب، سلام علیکم. و علیکم سلام احمد شاه جان، خیر و خیری. سلام به همه هموطنهای عزیز. آقای خطاب، من امروز نمیخواستم صحبت کنم، خب بازم گفتم با یک دو کلمه در ارتباط مختصر حوادث گذشته که دیروز رخ داد باید گفته شود. بلسه. و به می برادر که آمد و انتقاد کردن، من گپشان نفهمیدم، برای از اونا شاید سخت بوده باشه، اما باید بگویم که یک حمله دفاعی بود و صرف دفاع از مردم
وطن، شرف، ناموس، عزت و افتخار امی منطقه که افغانستان بگوی، خراسان بگوی، آریایی بگوی و مهم نیز این زمین خاک است. چرا؟ اینجا چی گفت بود دشار ناو؟ دشار ناو مرکز استخباراتی هوشمند و ذکی ناتو و امالش در اون افغانستان مرکز بود که طراحی تمام پلان‌های بمباردمان در اون افغانستان و کشتار زنجیره‌ای حلقه‌ای از اینجا شروع طراحی می‌شد، من جمله کشتار اطفال معصوم و بی‌گناهی که دیدن و نشان دادن و بم انداختن در قندوز. این واقعیت است و خوب ضربه خورد و باید آدم بگوید که دیگه ارقام عملیات منصوری را که آدم میبینه که برادرها و خواهرای ما گفتن به تلویزیون که چرا خارجی ها را چیزی نمیگن، بله خارجی ها زیر خاک خدا پت کردن، اما سر از اوم در حدود بالاتر از 300 نفر زخمی و کشته دارن در سال گذشته در سابقات عملیات منصوری. و این عملیات الخندق بسیار به خوبی و فاتحانه به پیش میره و شما دیدین که ولسوالی ها یکی پشت دیگه مفته و مخصوصا و مخصوصا که با درک عقاید کسایی که خود در اختیار اشغال و ناتو قرار داده بودن پوست ها را ترک میکنن و با آزادی خواهی افغانستان یک جای میشن. ما یک چیز میخواستم بگویم آقای خطاب با ارتباط با گفته خودت که این سوال هیتر مطرح کنیم برای آقایی که آقایانی که دانشمند هستن، برای اینا هیتر مطرح میکنیم که آجان که افغان باشی یا خراسانی باشی یا آریایی باشی یا شهروان باشی یا مدنی باشی یا پشم زیر قول ناتو باشی، ای چی تغییر در واقعیت های امروزی کشنده افغانستان میکنه؟ بفرمایید آقای دانشمند، من شما میخوایم برارم و پروفیسرت که من امروز صحبت کنم که واقعیت چیست، تیوری چیست و این تیوری بافی های تجزیه افغانستان در عمر تجزیه نمیشه آقا جانی دل جمع باش، اما به می آقای پدرام هر کست که باشه خطاب میکنه اگه واقعا خراسانیستی بخی برای در میدان مبارزه، بکش پرشمایت در درون کابل و می کابلت که خراسان است دیگه از امریکا تو وقت میگم آفرین خراسانی. اما اینا کلش قطعی های خالیست، اینا تمامش تیوری و بافی های جاسوسیست که در درون ایزی کشور و من جمله در تمام جهان شده ایتناد افغانستان نیست. به آقای دانشمند میگم تشکر آقای درست وقت بود حرفای خودت کمه که جدی حرف میزنی، بعضی ها فکر میکنه که قار است مگر وقت بودم. بله سلام علیکم. سلام علیکم آقای خطاب. و علیکم سلام. من شما را از آمبروک تکلیف میتم. بفرمایید. نه تکلیف نیست، شما اول سلام به شما و به همکارانتان و به بینندگان تلویزیون شما. متاسفانه من همه پروگرام شما را میبینم و از صحبت ها راستی بسیار ناراحت میشم به خاطر از اینکه ما فعلا در افغانستان چی مشکلات داریم که تنها به نام خراسان، اگر ما به نام خراسان مشکلات افغانستان را حل کرده بتانیم، شکم گرسنه مردم را سیر کرده بتانیم، برای مردم سواد بدیم، کل مردم با سواد شون، کل مردم سیر شون، کار بگیرن و اینا زندگی آرام داشته به الٹرناتیو، یعنی فورتایل برای نام خراسان چی است؟ یا آقایونه که به اصطلاح دزدی کردن، اینا خانه ها برای خود گرفتن، جیبایشان پر شد، این چیزا همه یک طرف آل میخوان که نامش تغییر بدن. شما افغانستان اینا پارچه پارچه کردن، گوشه گوشش گرفتن، جیبای خدا پر کردن، خانه ها برای خود ساختن، دلارا رو در جیب خود انداختن، آل خلاشت، آل یک نام افغانستان مانده به افتخار افغانستان، اما نام
با افتخارشان میخواهید که اینا تغییر بدن. اما آقایون که میخواهید که اینا به خراسانی کدام نام خراسان میمانن، اینا یک سرک بسازن به نام خراسان، اینا یک شفاخانه بسازن به نام خراسان، اینا یتیم خانه بسازن به نام خراسان، اینا یک شفاخانه بر رقم خودتان کجا رفتن شفاخانه ساختن کمک میکنید به مردم، اینا نامش خراسانی بمونه. اما اینا عالم اگر نام ما رد اینا تغییر بدن که به نام تغییر دادن ما ملت افغانستان آرام میشه، جنگ تمام میشه، من نام خود صبح تغییر میدم. اما این چیزاییست که اینا باید یک دفعه فکر کنن، آیا افغان هستن؟ از امون ملت افغان هستن؟ آب ما افغان افغانستان خوردن، نان ما افغانستان خوردن، یونا دموجا کلان شدن، دموجا تولد شدن، دمو بدبختی افغانستان، دمو غربت افغانستان. من افتخار میکنم به نام افغان، من پشتون نیستم، اما پشتون هم برادرم هست، هزاران برادرم هست، پنشیری هم تاجک، افغان هستیم، افغان هویت ماست. من غیر کلمه افغان دیگه وقتی که تولد شدم دیگه کلمه رو من نمیشناختم. اما حالا که ما تاریخ ها رو تغییر بدیم، خیلی این ممالک که در جهان هست امروز ما باید کوشش کنیم که 300 سال پیش 200 سال پیش نامشان کلش تغییر بدیم و آمریکا رو بگیم که ایندیانا بود و استرالیا رو بگیم که اوریجینی بود. بله 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 تشکر سه بار بله بله بله. اما مشکلات فعلی ما و شما درد ملت ما باید بکنیم. درد ملت گرسنگی است، بدبختی است، بیچارگی است. به این عرف خراسان قربانتان شام، اگر عرف خراسان امریکایا برای مصوب میگم من نامش بانیر خراسان، اما به اون شکل آب نمیتونین. خدا شهیده چنا کلوش تشکر سب. بله هست دیگه سب. خب هم بیادر برای ساتیری یکان تا سب میخوای غوغار در یک شعر به وجود بیاره و که مردم چی فکر میکنه. ما باید برای همین ساتیری از اونا دیگه نشقار نکنیم. و پدرام از خود زیر دموکراسی هستم، تو که هر کس هر چیز میگه پدرام هم آمده میگه من خراسان میخوام. ولی من خب پدرام خود نمیتونی که حقش بگیری که چرا تو میخوای که خراسانی باشی. و نظری از اون مهمو هست، شاید مطالعه از اون چیزی بگوی، مطالعه از چند نفر دیگه یک چیز دیگه بگوی. ای که باز نتایج نهایی واقعا خراسان میشه، اینا نه ای خراسان ساخته میتونه، نه اشرف غنی افغانستان ساخته میتونه. چیزی که ناتو پلان کرده با دارای از اینا، ای غلام بچه خراسانی و غیر خراسانی کل زیر خمچه ناتو را میره. بیادر بادار دیگه کس هست، سرنوشت ساز دیگه کس هست. ای چی کار هست که پدرام سبا یک نوع اسکر افغان روان کنه، طوله اسکر بیاره و سر بونجا چند سیلی کش کنه، ولی اگه دیگه نام خراسان گرفته چیز کنی سب کوککی قراری همون بمو یک چند نفر دوری از او جمع شده یک خروسوخ برای خدا حاصل کرده. ام پدرام با این حرفا رسوخ حاصل کرده. مردمایی که با نام پشتون اینا یکان جنجال داره و اونا دوری از این جمع شده. مرغا که چوچگکای مرغ که یک کوک یک مادر برای خود پیدا میکنه دوری از اون جمع میشه. باز امون در اخبار میبراید سه باز او گپ بزرگ میشه. به اول حال سه به میره هیچ من خودم به هیچ علاقه به نه به می حرف پدرام دارم نه به حرف یک کس دیگه که ما افغانستان میخوایم. افغانستان میخواهی چه همی هیچ چیز نخواهی بیادر چی کده میتونی گفته خودت. یعنی اگر آدم خراسان میخواهی خب بیا یک نام یک محل به نام خراسان آباد کنه. این نام چی کنم؟ ما بخورم بچوشم چی کنم؟ فرض کنیم افغانستان نامش فرضن سوئیس، که اونجا بدبختی باشه، مصیبت باشه، چی به درد ما میخوره همی؟ القاب چی به درد ما میخوره؟ یک وقتی در وقت ظاهرشاه هیچ کس تخلص نداشت. کدام نفر خال خال یک شخص میدیدی یک تخلص بوده. اما محمد عمر، محمد علی، فلانی خان یک خان علاوه میکردن که کمی قرب و منزلتی از آدم بالا بود. آلی صاحب یک لولو یک آدم میبینی سب یکی رو دیدم اون روز که آقای چطورکایی بحر، ولی او خوب بحر نیست، او خوب یک آدم دیدی مرفای زوری که من میشنیدم سب مرا خنده گیره، گفتم یه آدم خود بحر معرفی. یا یک شخص دیگه نمیدانم یک لقب دیگه بالای خود گذاشته یا اسم اخیر. به او خود گفته بعضی هم به نام شیر آدم شیر نمیشه و به نام قند 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 نمیشه. این چیزایی سب که پدران برای رسوخ خود یرفا را میزنه و ما هم متاسفانه با امید وقت خود سر پدران و غیر پدران زایی میکنیم. بله سلام علیکم سب. الو برادر متعب
تاسو سره السلام علیکم ورحمت الله بفرمایئ سر مهربانی زنده باشین مهربانی میکنین خدمت می خواستم به عرض شما برادران و بیننده های عزیز که یک مثال بسیار خوب خداوند به دال در قرآن عظیم شان از فرعون و از نمرود یا مثال داره اما در تاریخ بشر یک مثال بسیار بزرگ وجود داره که هیچ وقت رو انسان فراموش نمی کنه این ناسیونالیزم به آلمان بود که یاد گرفتن که ما آریایی هستیم از دیگاه که بیتر هستیم همین پشت ناسیونالیزم رو گرفتن در نتیجه باعث کشته شدن بسیار انسانان شد خودشان هم بدنام شد و به حیث بدنامترین انسان ها در تاریخ بشریت امروز معرفی هستند این انسان ها هستند که گمراه شدند باعث بدبختی ملت ما میشن خودشان بدبخت هستند و آخرت هم ندارن آخرتشان هم تباس خداوند در قرآن عظیمشان فرموده که این اعجانکم ان الله اتقاکم و این به تفاوت است که یک نفر خوجی حرم سرای باشه یک نفر سادات باشه این سوء استفاده کردن از اصل نسب خود یا کسی اولاد پیغمبر اگر باشه مثل که از حضرت نوح علیه السلام بچهش گمراه بود هیچ کدام برتریت نداشت از خاطر که یگانه پرست نبود خداوند راندشه و مقصد من این که یعنی یک انسانه که اگر مثل حیوان واره بچه ها پای روان باشه و تن فروش باشه این بی تفاوت است که با زو خراسانی باشه به حیث افغان ما تولد شدیم همین نام خوش داریم و در این صد سال که به هر قسم که پیش شده و هر کسی را که در جای میبینیم به حیث افغان خود وی را عرفتان رو فراموش نکنین هم یعنی در ایمیل ما یک چی آمده یک کسی یک بیرق به نام هزارستان بلند کرده یعنی خراسان رو خوب بانین سب هزارستان رو که نمیدانم شور بازارستان رو که نمیدانم شهر نویستان چیزایی بیش نویسیم که یعنی ما فارورد کردم برای فرزا جان موره قربان باز نشان بتی بله همه تو راست بیادر والا برای هم کسی که شما بیشتر فرمودین یه تلاش های بسیار مطبوعانه است یه سانه نوکره که پول میگیرن و به درد مردم هم نمیخورن نه کدام خیر خواهی دارن نه پشت اصلاح جامعه میگردن نه دیگر میگردن یکی شد ببینی که آمده تبلیغ دین هم میکنه و در فکر عزیز که مویز بشه سر خود راست شد یکیش آمده که مچوم خراسان هر کدامش اغراض شخصی و نوکر و افکار بسیار مریض دارن این انسان ها با درد ما شما نمیخورن و اون قسمی که شما فرمودین هیچ ارزشش هم ندارن که آدم این بر ادوا بسیار یک مارکتینگ میشه کنم آفرین ها مارکت میشه کار قدر بگوین او را پدرام دیگام سر زبان ها مندازی او صاحب دمی هر جای دیگه صاحب دو دانا کرتی میپوشه صاحب از الاتا را بپنیم وقتی شما را گفتم خیالی اولاغ هم نکنه نموره اینجا بسیار جالب است یک نفر است معمولا عرفای رکیک برای ما میزنه کبیر و یوسفی تحت عنوان کبیر و یوسفی چون حامد کرزای پشتون است شما نام او را در پهلوی نام زیبای میدان هوایی کابل میگیرید اگر به نام عطای نور می بود شما میدان هوایی کابل میگفتید تنها سلام به برادران طالب شما هر یک مومند و معروف اینم برای مومن صاحب مگر معروف طالبی نیست به حزب اسلامی یکان گرایش داره یا تحلیل آزاد میکنه و مومن هم نماینده مستقیم طالب نیست تا جایی که من میبینم کدام دفتر هم نداره خب امو علاقه با امو جنا داره و با جهادی از اونا صحبت میکنه و میا راستان عرف میزنه دیگه ای آقا بیچاره مغزی از این رو پوپنک زده هم عطای نور هم حامد کرزه در این تحلیلات ما بسیار نقد کردیم قربانیت شو قربانی روی خودت شو خداوند خب میبینی تو چرا همینقدر دروغ میگی چی میگم جغلا جغلا میشی با این دروغا و احتمالات بدید به هر حال توجه بدارین فرزا جان میشه این صاحب بیرق هم میبینید صاحب در اونجا نوشته است هزارستان هزارستان یعنی امی هزارجات اینا هزارستان نیست میشونه یک یک مملکت فکر می یک نه یکی دیگه هم هست این ها یک کمک نزدیک این برادره هزاری ما اونا روشنایی رو خوب چاری شکدن صاحب حالی میخوای که هزارجات هزارستان بسازن یک مملکت و یا به حدی بیاقل هستن صاحب که اگر اونمو راه ها بسته شوی طرف
ما افغانستان مرکزی بگویم، اینا همه از گشنگی میموره. یک مملکت، یک جای محل لامزرو، یک چند قلکو صاحب در مغاره ها اکثرشان زندگی میکنن. امیال شما دمی از ارجاد برین به حد فقر و بدبختی همونجا هست که هیچ حد ندار. و از ارستان خواه شما از ارستان اینجا یک دیوال بگیرین از نمیدانم از بخش بامیان و بطید بامیان که مردم برای سیاحت میامدن و هم دیگه موجود نیست، بیا بیادر پوره کو خلیلی رم ببر با امرایتان محقق هم گم کنین که ما دیگه نبینیم. امو بدن همی کوه کلش از شما باشه. بله سلام علیکم. سلام علیکم. سنگه مومن صاحب جورد ساعتی خدا خطاب سر از شروع عملیات خندق مقاومت ملی مجاهدین طالبان سربکف ما دمی سراسر کشور عملات کوبنده انجام دادند که 5 ولسوالی قلایزال، قندوز، کوهستان بدخشان، خواجه عمری غزنی، تالار برفک و بغلان، بلچراغ فاریاب یازاد شده و هزاران غلام بچه عجیر و عسکر پلیس ملی صلیبی مردار شده که از هموطنان خود خواهش میکنم که دعا کنند که بالا یک ولسوالی دیگه ممیال جنگ روان است که او را امشالا تا به صبح امشالا او را تصرف کنند. خطاب سر دمی عمله 4 نفر استشهادی ما که ملا محمود صاحب به مجاهد از زابل، ملا ببشر از قندهار، ملا حافظ از قندوز، احمدی صاحب از پکتیا که خداوند جنتها را نصیبشان کنه. این 4 نفر استشهادی بالای امی استخبارات، بالای امی مرکز مهم استخبارات ای شیطان پرستا دوزه دهم که امی رد لایت کابل این امی منطقه شده که مامورین بالی رتبه CIA امی راوای هندوستان موساد که آمد شاجان گفته که گپای ما را بسیاری شو گفته که پلان کشتار قتل عام مدرسه دشت ارچیو امی ولایت قندز این امی اینا درست کرده بودن که مجاهدین انتقام و شهیدار از اینا گرفتن. خطاب صاحب ما به غلام بچه ها بگویم ناموس ما، دین ما، وطن ما بر فروش نیست. ما افغان ها الحمدلله یگانه ملتی در جهان هستیم که وطن ما اشغال شده، اما ملت قهرمان ما، مجاهد ما هیچگاه به اشغالگران تسلیم نشده. و خطاب سر جای تاسف است که هموطنان ما همین مفهوم خراسان شرق یعنی سرزمین شرق را نمیدانند. و یک سوال ما از غلام بچه ها داریم که چرا این غلام بچه ها نبی خانم مییره که مسلمان است الحمدلله که اینقدر از ما کده یعنی ما بفهم که صد مرتبه بهتر مسلمان است که و یک سوال کده که میگه چرا این غلام بچه ها ناموس خود، دین خود، وطنشان هم میفروشن؟ آیا ارزش دلار صلیبی نسبت به ناموس دین و از اینا اضافه تر هستک؟ چرا این ناموس خود اینا برای خارجی ها در بگرام میبرن؟ کی سوال کردن؟ و بقیده ما که اینا این بغیرات ها پدرهایشان در ترکستان در مقابل استالین اینا جهاد نکردن و گریختن در مملکت ما پناهنده شدن و حال دیجا اینا وطن فروشی میکنن. بس کنه او برادرها، او برادرم نیستیم، او غلام بچه ها برین پس دوباره در وطن وطن ما بر فروش نیست. تشکر. بله سلام علیکم. خطاب صاحب محترم سلام. سلام علیکم سر. چال شوال ز اول خود لن سپینه ز اول ده پاشا صاحب نمانه نکاوم کور دیوادان زوی دلوی آفرین دیه که تبدیل ده وارستان تاریخ پاک لو کولا نولد پانز ما پیشنار تا تدا دهی چه اشرفی اغیار تا همچه زده فرد کم دوستی لره انشالله چه اغیار توزی که چه اصل خبرت سنگه ده نور نو ده خوجه صاحب هم زما اترامون باید اومنی جناب خوجه صاحب که نام اتفانال خود معرفی کردیم منظور ما از رفی جان از سلام احترام و تمره بپذیر خوب است که امروز یک ذره ناوقت داخل شدی بسار همیشه آخر داخل میشی ولی من هم از این خاطر منتظر ماندم وطندار عزیز خودت یک سلسله صحبت هایی را که میکنی جانبدارانه ایرم من هم میفهمم تام میفهمی که اصلا واقعا
حیثیت عینی نداره. اینقدر که شورای نظام و جمعیت در افغانستان ما در کابل ما جنایت کردن، طالبا هم درست است. همیشه طالب جنایت جنایت ما طالب میگیم، ولی به هر شکلی که باشه طالب و یا کسی دیگه که پیران اشرار سمت شمال بیرون بکشه و اینا رو رسوا بسازه از وطن برانه، این مهم نیست. و در عین زمان به اختری صاحب که من هم تقریبا قرآن میدانم، یک چند آیت در برنامه قبلی آقای خطاب شما ارائه کردین و لوداده لوت کردین، من به دانش شما احترام بگذارم. قرآن هزاران هزاران حساب داره، مطوره که آقای خطاب گفتن و این استشهادی روا هست. توبه سوره 111 سوره توبه را بخوان، خداوند تمام مال جان نفسش خریده در برابر جنت و ایده باید صدا بکنه. بار به هر حال همون گپ اولیم است که ولو به هر شکل که باشه که شما فرض کنیم یا جمعیتی یا اشرار میره از جای دیگه سلام میگیرن، اونا خویی توانه ندارن، همون جان خود فدا میکنن. درود به اینا. آخرین گپ بینمیز ملت واحد افغانستان است و افغانستان اسم مسمای افغانستان است و پشتون قوم است، نه افغان. رفیخان خوجفه اینطوره که شما گفتین نیست، قربان چون پشتون قوم است. افغان کسی که در اونجا نان و آب میخوره و اگر نیه که نمیخواه دون به سیخ هر طرف که میره دستش آزاد. تشکر امیر، تصمیم گرفتیم که بالای مسئله بیشتر نپیچیم. اول خب پشتون یک قوم هم نیست، اقوام است در افغانستان. در زیر چتر پشتون اقوام متعددی داریم. اما زای است که دوران ای است که غلجای که دیگه وام باز بدبخت ها در میان خود یکی در کلی دیگه خود میزنن سب در می قندار میان دورانی و غلجایی به یک قدر کشت و قتال و مصیبت جریان داره دیگه. به او خاطر سب همین گپ زیاد اشتهار کردن از طریقی پروگرام، ما میگم ما باعث گناه نگردیم یک تبلیغ بیجا را برا نندازیم. بله سلام علیکم. بله جناب فتاب صاحب. سلام علیکم صاحب. سلام ها و احترامات مرا شما و سایر وطنان گرامی ما مپذیرین. چند نکته مختصر خدمت شما و افغانان گرامی ارائه می دارم. افغانستان عزیز ما سخت در مخمصه و اضطراب قرار دارد، یعنی که اجنبیان و تجاوزگران برنامه‌شان را در زمره ملت و مملکت آزاده ما طوری طرح‌ریزی کردند که با برپا کردن دهشت و وحشت آتش جنگ را داغ و سوزان نگه داشته و می‌خواهند در فرجام افغانستان این سرزمین حماسه آفرینان ما را به زور و شلاق و تبر به تجزیه منصوب نمایند. یعنی که شمال افغانستان را به نام خراسان و جنوب افغانستان را به نام آریانا نامگذاری نمایند که برای برآوردن این فراوردهشان از ابزار داخلی و خارجی استفاده میکنند، یعنی که افغانان خائن و وطن فروش بنابر فرموده مرحوم مجروح صاحب اژدهای خودی، یعنی که کرزی، گلبدین، پدرام، آتای نور، عبدالرازق و دیگر جاسوسان سپرده این پروسه خائنانه را به پیش میبرند و طالبان و داعش را که با مصرف امریکا و پاکستان اعمال وحشانه را در میان ملت جنگ زده و گرسنه افغانستان انجام میدهند تا بالاخره مخالفت ها آنقدر در میان ملت مظلوم ما زیاد شود تا بالاخره عمل تجزیه و وضاحت پیدا کند. در این قسمت که چرا تجزیه را می خواهند و منفعت پاکستان و امریکا در عملیه در این عملیه چی خواهد بود؟ یک دلیل آن این خواهد بود که ثروت افغانستان را آسانتر به غارت برده می توانند که در آینده به تفصیل معلومات خدمت شما ارائه بله 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 بله. من از تمام ملگرایان خواهشمندم که با تقویت تلویزیون جهانی پیام افغان را حمایت نمایند و تا برکت نجات ملت افغانستان نیرو بخشیم و مملکت را از تجزیه و غارت ثروت ملی ما نجات دهیم. تشکر از شما. بله سلام علیکم. علیکم السلام. سلام علی صاحب خطاب. زنگ ورور جور بخیر. در نور دین کو سلام احترام لاندې کوم الحمدلله. خطاب صاحب زلند او عرض لرم. مهربان. درنو افغانانو په تورنتو او د تورنتو په خواوشا کې د
تورنتو میشته افغانانو تصمیم نیولای ده چه ده یک شنبه پا ورځ د می په دیارلسمه د یوې بجې نه تر څلورو بجو پورې د افغانستان د مظلوم ملت د جګړې د ختمولو او د سولې په خاطر باندې مونږ په کوینز پارک کې چې په ویلسلی او یونیورسټي په تقاطو کې پراته ده خپل آزاد مستقل غږ پورته کوو او دا د سولې غږ د هیڅ دولت قوم هیڅ پورې تړلی نه ده دا د آزادو مستقلو با ایمان افغانانو د خوانه پورته کیږي په دې کې د ټولو افغانانو د خور خورګانو خویندو ورونو او سپینګرو ځوانانو ماشومانو ټولو نه په درناوي هیله کوو چې په دغه غږ کې مونږ سره همغږي وکړي او حداقل د سولې غږ د کاناډا خلکو ته او د کاناډا د میډیا د طریقه او د افغاني میډیا او د خطاب سر د میډیا د طریقه نړیوال دی واوري او دغه لړۍ ته به مونږ ادامه ورکوو چې تر څو مونږ اوسو کولای چې د سولې لپاره عملي اقدامات وکړو. خطاب سر دا چې ما ته د وخت راکړه په دې اعلان کې یو ځان مننه او عرض لن لرمه که اجازه دي. مهرباني زر زر بروره. او دا ده تاسو مخکې وفرمایل چې دغه خلکو نمونه اخیستل دوی ته شخصیت ورکولی بالکل زه تاسو سره منم. پاچا صاحب دغه تاریخي مسله تشریح کړه. زه عرض کوم ما به عرض می رسانم به برادرای خراسانی ما که از آن طرف پاردری آمدن و بین قوم شریف تاجک، ازبک، ازاره و دیگر اقوام افغان می خواهند تفرقه ایجاد کنن. فقط ما بر از اینا دوباره عرض می کنم که اینجا شوا وجود دارد. بیاین در تلویزیون خطاب صاحب بارها بیاین با هم صحبت دوستانه میکنیم، مسئله را حل میکنیم. ضرورت به این نیست یکی ای مسئله چرا در وقت اساس تاریخی شروع شد، دلیلش هم براتون عرض میکنم. در پاکستان یک جنبش به نام پشتونا آزادی خواهای پشتون که میخوان با افغانستان یک جای شون، اونا یواز بلند کردن. پاکستان به خاطر ازی که موازی با او حرکت در افغانستان با همدستی ایران و روسیه امی ارج و مرج افغانستان بندازن ایره غلط فهمیدن. پشتونا در اونجا زیاد هستن، این ماجرای پاردریا بسیار کم هستن. با وسوزو که ما به اینا احترام داریم، اینا را ما برادر خطاب میکنیم، اینا را ما دوست داریم، ما هم اینا ماجر هستیم. ولی حد خدا بشناسن، اگر افغانستان دوست ندارن پس میتانن ما اسناد داریم که اینا بله. ماجر هستن. دیر منه نسه این ماجر نباید کارا بکنیم. جهان تشکر. بله بله. سلام علیکم سر. بله سلام علیکم سر. الو خطاب صاحب. قاضی صاحب سلام است، جور بخیر. کور دی وزارم خطاب صاحب راولو اوس واقعا دا خلک غږ په جانب دي چې موږ په لین کې ولاړ دونج دغه یوازې دغه برنامه د پاته سوی پیام افغان واقعا د په ساعتو وروسته د یوې ساعت ماتل وو پخوا به شابکو جرېدو رسېدلې او دونج خلک تا ته په لین کې ولاړ دي چې لین هم یې ولاړ دستګیري وو چې کور ودان چې دغه ددوی د ویب چکه په سمیزو دغه سایز د خوا څخه اوري چې دا خبرې مې هېر نه سي څو نفر ورته تکرار دغه ټلفون نه وکړي چې خطاب صاحب ته ور په یاد کړه دغه دغه کوار بیا تکرار په پیسو باندې شیز دی. دا د رباني سلماني کسب کلادا د مشره په سره چې نواز شریف په سره چې دغه افغانستان نظامي قوا خراب کړل دی بیا غواړي علاقه مند علاقه مند سي په دې کې. بل خطاب صاحب ته چهار ورځ دا خبرې نوبت خلک دي چې بل خصوص د کاناډا څخه او د اختري دا کسب دا جنایتکار دا به دغه کسب افغانان دا دغه افغانستانیان ته دا په سلام باندې وکړي چې او برادر تاسو د وجدان او د ایمان د افغانیت له مخې خبرې وکړي. لیکن دې کسب پر هغه خپل خروس پاره دي هېڅ ستا پر دغه باندې غوږ باید ونیسي. کاشکې دغه یو پیسه دا ستا ساب تعقیب کړي خلک چې څنګه خبرې کوي هېڅ نه ته کوې اخلا تربیه د دې خبرو نه لري بیا هم هغه وجدان بې وجداني او هغه افغانیت په خبرو کې ثابتوي. دوم دا دی خطاب صاحب دغه په ترکیه کې دا دوستان بیرته ماچساکو ماچخار مثال ژوندی کي اهدي لالی عطا در حکمتیار هم دا دی ورلې دا څنګه کسب انسان وخت دی چې دی هغه دوستان ته چې پورویل چې دوستان دي په افغانستان کې زه راځم نه یا دغه د عطا به دوستان کې ول د طالبانو د څو بلا دي پر او ګرځي دغه ماچساکو ماچخارانو بیرته مثال ژوندی کي. بل خطاب
طرف سب کش کی دغه یو وطن خپل دی کش کی د پچا سب صد اوجه بارونو کیسه کړی وای ډیر جامع ډیر صحبت ډیر می صحبت کی د پچا صاحب سپانسر کی موږ کولا کی د تاکستا یو ورده قصب مګر د کاروبار سره وښه کلمې ما په بغل کې اخستو اوسم ځکه مو په شنو کیسه په صدر یاس د خطاب صاحب اوجه بار د سپیر مونږ نه قایسه بل په اخر کې وامه په دختار ایز به اسلامي باندې د زوی ته مردل ته خلکو په عذاب اوه پیسې مې کومک پر سرو کې لزر ډالر دغه دی راکي چې زه پچا صاحب سره دوی برنامه او سپانسر کوم نو نه خطاب صاحب دغه دغه بیا تکرار وایم دا د نواز شریف سره د ربانی قصب قرارداد سره ته خو بیا لاړې پوتین ته دا د ماینو نقشې دی ونې ځین وانه خسته دی ډېر قصب صاحب د دوه او دا نو څنګه او ان شاء الله بله سلام علیکم بله صاحب سلام علیکم پچا صاحب بیا غته دیتا آفا غواړم ډیره خطاب صاحب مهرباني کوي چې واخه دې نسوي اورور په ما انتقاد وک او زه پوهیږم چې دا اورور متاسفانه په تاریخ نه پوهیږي اگر چې خه مجاهد سړی دی نو مې زما وسیر شو غواړم دې ته څو خبرې وکم دغه خبرې زرات کما چې دا غلطی دی او آغا برای برادرم سلام و احترامات تقدیم میکنم برادر گل نظامی گنجوی صاحب میفرمایه میگه در بساط نکته دانان خودفروشی شرط نیست یا سخن دانست گو ای مرد دانا یا خاموش خبر داده چی اول ابو مسلم خراسانی دا عباسیان و اخرانه حکومت چی پانو نستان کې در سکوت نه دی ورکړي ابو مسلم خراسانی منصور عباسی وجل دی یو دا معلومات دی غلط دی دویم ته چې د احمدشاه بابا نه تشکر کې چې سنی اگنی ما سنی می بودیم دا غلط تشکر دی خپل نادر افشار سنی دی او نادر افشار د خراسان د ولایت دی لطفا افغانستان در مسیر تاریخ ته مراجعه وکه برهم غبار نادر افشار په نادر خراسانی عنوان لاندې لیکلی او لیکلی دی چې نادر افشار سنی دی احمدشاه بابا بر علاوه دی دینا چې ته تشکر کې سنی شایګانو سره بدلې د کړي کله چې نادر افشار سقوط وکړ او مړ شو وبخي او احمدشاه بابا د دغه ماینه ورسوله د زیتا نو د اعلی تشیع چې په دې لخر کې وو دا غون را غون کړل او ورته ویل چې ورونو که تاسو هم درته حاضرم چې عمر سوم او که پاتې کېږم دا ستاسو وطن دی تاسو په دې اداره کې کار کړی دی زه خوشحالیږم چې تاسو ما سره عمده علت و چې شي تاریخ ته مراجعه وکړي از برای خدا غلط خبرې مه کوئ هانست اوسئ د قندار اهل تشیع د نادر افشار د هغه لښکر بقایا ده چې احمدشاه بابا زی ورته ورکړی دی او رښتیا د خطاب صاحب په خبره پښتانه بدبخته ډېر بې اتفاقه خلکو کله چې دا د غلجي او دوراني خبره مخکې د احمدشاه بابا نه ډېره ګرمه وه او خپل احمدشاه بابا د دې خبرې قرباني شوی و کله چې احمدشاه بابا د نادر افشار سره د ده مشر ورور او دا ورکوټې وجنګېدل قندار ته راغلل د میرویس خان نیکه زوی په یوازې د دې چې دوی یوځي ته ورسئ یا اتفاق ورسره وکړي دا دواړه په مابه چول چې نادر افشار قندار ونیو دا دواړه راویستل او دای مشهد ته فراره که به اردو ته راغی قصه لنډه اوږده ده زه مقصد دې ورور ته دومره برې خود عرض میکنم که قربان چم گپای ته سنجیده بزن تاریخی بزن علمی بزن ما نوکرت چرا نه یک دفعه دیگام ما گفتم ببرک کارمل تاجیک است خودت قار شدی و گفتینی و ای تو رسو باز ما برای ثابت ساختم در قرن در افغانستان در پنج قرن اخیر نوشته کده او آدم که چی بیادر صاحب قاسم رشته امیر محمد صدیق فرهنگ که کلان کمونیست بود و خودش در صنای افغان امریکا اقرار کرده که من کمونیست بودم او نوشته کرده که ای تاجیک بود و بمی کلمه که برد میگم که ببرک کارمل تاجیک بود و نظر به بعض ملحوظات سیاسی خود را پشتون میدانست از برای خدا بلیاز خدا اوش
مملکت خراب میشن، ملت شما میمره، یا سعی گپ علمی گپ بزنین، تاریخی گپ بزنین، او یا چپ شوین. بله از خدا ببینین که من هر چیز گپ نمیزنم بر خاطر ازی که من هر چیز نمیفهمم، ولی چیزی را که میفهم برد میرسانم. غلط ده او گپ نزنین به نقص ما و شما از دیگه وقت کلی تا نمیدیم. خدا حافظ. سلام علیکم. تشکر پاچه سفو. یکی دیگه هم امیتور از ما هم بارها عرض کردیم که خصوصا در بخش تاریخ و دین اسلام در مسئله در سیاست خوب یادر سیال است که اوی تو گفته تو شده می افسانه سرمنگسک است. در وقتی می آین برای دین اسلام می خواهیم که بالای دین اسلام صحبت کنیم، مستند باشه، برای زی که بسیار خطرناک می شد، برای زی که آین یک مسلمان شب و روز به امو اسلام مستوار است و دیدین که قربانی ها داده شده تاریخ. بله سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام. تاوار مدی سید. تشخیص خیریت دی؟ دوجانی؟ بله دوجانی. چنگه نیازی سای محترم چنگه سیدی خدا خیر و خیریت سال ساول جو تازه دیر خست چه غاگ میده آورم آو. بله بله میرم جواندهی وسیخ نایی تا عمر زرکی تا قربان سید تنگه اولاد ولا خیدی غن تشخیص سید سیدم کور که خیریت انشالله. ولا شکر دی یو خبر در تاوه که ما پا دا کابل که دا بعضی وکیلان پشتانه را ولا اکسی ویدی سره بودا دا خلق اوازون غوری تیپویی و پیداره که دا یو داوی عجیس اغا بیارا ولا ریجی و پیداره و خلق و تیشکاره که چی تا دا دا پا پیام که خبری وکری و اغا تا دیدهی و پیداره او امو جد بوردی دا خلق و پرون زبطهی تحقیقونه که و پایداره درسی خلق وکیلان پایداراتی بیدی او سوالی چی بیا اگزانونه که انجیدی که خلقی چوخ کریدی و لنه و لنه نه اخنم درستایی سر از خودی درشی انجی یو در اغد دخی در کوچهی رویجی وواری چی بیا دانگی اتخاب که و پایداره در پیر صاحب و پایداره در غدی مورید تیرا ولا ریجی در خلق و کورون زبطی خلق تا دیدهی و پایداره و پایداره کنزور اب در خلق و کورو تن نوزی بدون خواری چی در از ما دی یو تو وار زده در کورا چخه در غزی بدبختی سلاوی را و تیلی بیداره تی بدبختی در غزی شیان نا در غزیم در اشرف غانی و یا در ریاست شورات خوی و ساج اوزور مبارک چی در بیا دوی دانون انتخابایی چی در خلق چورکی و پیداره هم دست دم دست دم و دیر منونه به دیر منونه نیازی سب دا خودی بکتی او ویلی و شورا خوانده چور لپاره ده ده غلال لپاره ده ده واسطو لپاره ده تاسو فکر نو کوئ چې د خلکو نماینده خلکو په نامو د خدای په نامو د په هر نامو چې دوی کولی شي د خلکو کورونه چوروي باس خاص نشته ورور رښتیا دې وویل. بله سلام علیکم. بله خطاب صاحب سلام علیکم. او بیادر ګل ما دمی آخر هستی قربان یک دقیقه فقط یک دقیقه بس یک دقیقه نو ما شمار میکنم احترامات برای پادشاه صاحب میرسانم. پادشاه صاحب ایره مردم قضاوت کنه کی در بساط نقطگانان کی صحبت بله 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 او را بان اما آمدیم به این که در نادر افشار را گفته نادر افشار اول شیعه بود بعد هم که آمد با فامیل خود ایره احمد شای درانی ایره نجات داد با فامیلش با اهل تشیع ایره آورد به قندهار و امروز خودتان هم گفتیم که شیعه های قندار لشکر نادر افشار است و نادر افشار فامیلش تمامش سنی شد. شما یک اندازه معلومات بکنین. بله سلام علیکم. سلام علیکم آقای خطاب. و علیکم سلام. دوباره بردار دیگه تشکر صاحب ما وقتی ما پورا شد. پاچه صاحب من تشکر میکنم از معلوماتشان از معلومات علمیشان تاریخیشان یک آنم تشکر. بله. بسیار درست گفتن. بله بله. به اینجا بسنده میشیم دوستان عزیز. من از همیتان اظهار امتنان دارم. دمو اصطلاحات افغانی وقتی داخل میشین بسیار جالب است. در امریکا هم امی اکسپریشن میگن یا اصطلاحات در اجتماع و بسیار در طول سال ها هم باشته میشه و امو یک جمله بسیار معنا را افاده میداره. بعضی ما چیستیم مرغ ما یگلینگ داره میگفت یادم مرغش یگلینگ داره. او را که میگفتی که بیادر مرغ که هست با دو پا را میره میگنه مرغ ما هم یگلینگ داره. خیلی نزدی کدام پادشاه کسی توفا ورده بود یک مرغ در یگلینگ از او را خورده بود و باز نزدی پادشاه گفته بود که نمی یگلینگ داره. باز امو اصطلاح باقی مانده.
بعضی ما اگر میدانیم و نمیدانیم مرغ ما یک لنگ داره، پافشاری میکنیم بالای بعضی مسائل تاریخی که او را شنیدیم از در و دیوار و ازی و ازو با گمان و باورهای اوهی اوهی امو فکر ما استوار است. رفی جان علاقه مند است، یک بخش ای که با جمعیت جمعیتی است و با سرعت لاجه میگه اما بخش های از دو آدم مرا خوش ممه. یکان بار ما میبینیم در میان کمونیست ها و چپی ها هم بعضی از یاد سر با جرات بودن، اما بخش خیانتی از اونا رو فرض کنیم ما به کلی رد میکنم چون وطن فروختن و دیگه، مگر امی بخش کرکتر جدیتی از اینا، شخصیت تو دلاوری از اینا، او میتونه برای یک کسی باعث یک میار و الگو شود. در دین اسلام هم همه از حضرت عمر رضی الله عنه وقتی که یاد میکنین او بشار با پرنسیپ استوار یک شخص میبود. اگر با طفل خود از او برابر میشود امون قضاوت میکرد، عدل برپا میساخت که اگر با یک کسی به کلی نمیشناخت در قلمرو اسلام. او آدم بشار جدی یک شخص بود و در تاریخ به نام عمر عدالت، عدالت عمر رضی الله عنه هیچ کس نداره. به اون لحاظ ما میگم این بعضی کرکترها را ما او بخشش را نمره میتونم، مگر بعضی وقت وقتی آمدیم که نمیدانیم دیگه باید امور هم اظهار بداریم که ما ولی تا نیمی سمیدانم فراتر از او را نمیدانم، ما مطالعه میکنم و باز برای شما میگم. رفی جان تا جایی میدانم، مگر بعضی وقت قضاوت های تاریخی را جدی گفتن و با فریاد و چیغ و پیغ نمیشه بیاده با اصحاب آرام. این پادشاه صاحب هم میشناسم، صاحب متعاقی خودش هم گفت که بیشه این چیزایی که من نمیدانم ولی صحبت هم نمیکنم. شاید معلومات شما هم تقریبا مشابه یک دیگر باشه، یک تفاهم کنین، مگر نه اینکه ولی ویتور گفت و مایتور میگم و یک قال مقال و پرخاش برپا بدارین بالای مسائلی که برای افغانستان شد. به هر حال گران دوستان و تاسی هر یو به خدای سپارم، انشالله باز روز دوشنبه وعده ملاقات ما شما خواد بود، با هم صحبت خواد کردیم و آقای کریم نوری صاحب روز شنبه ساعت یک بعد از ظهر با وقت کالیفرنیا 10 بجه وقت اروپا برابر میشن برای 3 ساعت برنامه به نام تحت عنوان دریچه سخن از طریق تلویزیون جهانی پیام افغان پخش خواهد شد. و هر کدام به خداوند لاعزال می سپارم دعای خیر همه مردم جهان مسلمان ها را و خصوصا افغان های ما که سخت یک حالت کوبنده تاریخ قرار داره، خداوند نجات بده از این بدبختی ما مردم. آمین یا رب العالمین.